بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، ساعت 2:07 بعد از ظهر به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا، شرق آمریکا، و 11:07 یا 8 دقیقه به وقت کالیفرنیا، غرب آمریکا. امروز روز بسیار مهمی هست، چون توی آمریکا بالاخره دیروز آقای بایدن رئیس جمهور امضا کرد و موافقت کرد که یه روز به نام جون تینت، حالا یعنی مثل میگیم 18، 19، 17، اون دهمش یا حرف آخر این از 13 تا 19 بیاد اضافه بشه به جون، و یه روز تعطیلی فدرال. فدرال یعنی دولت مرکزی، همه ایالت ها و اینها رو شامل میشه و خیلی هم سریع انجام شد. البته 100 و چند سال طول کشیده. بعد خیلی جالبه، هر وقت در رابطه با سیاه‌پوستا و آزادی‌هاشون هست، این بیچاره ها یه سری به اصطلاح چیزای زمانی شاملشون میشه و بعضی وقتا اصلا خودشون اون موقع متوجه نمی‌شدن، دستگاه ارتباطی نبوده. بعضی وقتا عوامل و افرادی هستن که باعث میشن خبر پخش نشه، ولی این کارشکنی هایی بوده تا بالاخره هم معاون رئیس جمهور هم رئیس جمهور دیروز امضا کردن و موافقت شد. و جالب اینه که بعضی از جمهوری خواه باز هم موافقت نکردن و دیگه من نمیدونم اینا از کره مریخ اومدن، یعنی اینا کسایی هستن که به بردهداری و به تفاوت بین سیاه و سفیدا هنوز هم در قرن 21 در سال 2021 افتخار میکنن یا باور دارن. و اما در ایران هم روز مهمی بود، چون انتخابات سال 1400 انجام شد، دیگه الان تموم شده، چون بکنم ساعت 10:30 شب هست، باید صبر کنیم ببینیم فردا چی میشه. اونایی که امروز تو خونه بودن استراحت کردن رأی ندادن، فردا میان بیرون بگن رأی ما کجاست، یا اینکه قبول میکنن نتیجه اینکه رأی ندادن، پس نماینده هم از طرف اینها نخواهد بود در شورای شهر، در ریاست جمهوری و الی آخر. خلاصه روزگار غریبی است نازنین. بذارید من اول برنامه تکلیفم رو با دوستان معین کنم. اولا دوستانی که حمایت میکنن ازشون بسیار ممنونم، که ما از سال 2006 که این تلویزیون رو به اصطلاح 24 ساعته ران کردیم، خب یه مقداری مخارج اون موقع استریمینگ و اینها بود که الان اون دیگه نیست، چون روی یوتیوب و فیسبوک و اینها مجانیه. الان مخارجی که مونده همین کامپیوتر اینا هست که هر هر از مدتی باید عوض بشه، نمیدونم نور و دوربین و اینها. و به غیر از اون وقتی که خودم میذارم میام اینجا و ممنونم از دوستانی که حمایت کردند. از سعید تشکر میکنم که هم حمایت مالی هم معنوی و هم تکنیکی کمک کرده. از پتیک عزیز تشکر میکنم. بعضی ها اصلا میگن ما اصلا نمیخوایم اسممون گفته بشه، به همین دلیل هم شما زیر این تلویزیون نمیبینید از حسن علی، حسین علی، منظر، پنظر، نمیدونم سکینه، رقیه تشکر کنید. بعضی تلویزیون ها نگاه کنید از طرف که مرده هم تشکر میکنه، یعنی به این وسیله خانواده اون بیچاره رو زیر فشار نگه میداره که باز هنوز کمک کنه به این تلویزیون، که اصلا ممکنه اونها باور نداشته باشن. بمانه دلیلی که اینو میگم، دو سه تا ماجرا پیش اومد تو چند روز گذشته. اولا یه دوستی که خب همیشه یار و یاور ما بوده، ما یه چند تا وسیله‌ای که داشتیم گفتیم میخوایم بفروشیم و اینها، آمدیم نشون دادیم. و معمولا خب دوستان میشناسیم، وقتی یه چیزی رو میخوان دیگه ما نمیگیم حالا حتما پولشو بده تا من برات بفرستم، تا میگن من براشون میفرستم رسید و کپی و مال اینها رو، و اونها هم خب لطف میکنن. این اعتباریه که بعد از مدتی به همدیگه باید داشته باشین. حتی اگه بقالی هم من داشته باشم، شما هم اگه مکانیکی داشته باشید، من ماشینمو بیارم بعد 2-3 روز یه دفعه بیام بگم کیفم گم شده یا پول ندارم، ماشینمو درست کردی ولی پول ندارم، یه اتفاقی افتاده و اینها، شما این کردیت یا اعتبار رو به من میدید که من ببرم. ما بر اساس این اعتبار و کردیت خب چیزها رو اصلا وای نمیسیم، منتظر پولش و اینها. یه دوستی وقتی که من
اون به اصطلاح برنامه های آموزش زبان و اینها بود اعلام کردم، خب چند نفر خواستن، یکی آلمانی خواست، یکی فارسی خواست، یکی اسپانیش خواست، و ما هم همین طبق کردیت و اعتبار پست کردیم و فرستادیم و رفتیم و اینها. بعد دیدیم هیچ خبری نشد و این شخص خیلی آدم مرتبیه. خلاصه حالا مونده بودیم که آقا هیچ خبری نشد و بگیم نگیم. این چیزی از شاملو میگه، میگه اگر نگم که به اصطلاح جگرم میسوزه، اگه بگم زبانم میسوزه، یه چیزی اینجوری خیلی قشنگ. خب اون شاعره دیگه، درست. هی گفتیم بگیم نگیم اینها، آخر کار گفتیم نه بگیم، چون یه ماجرایی هم بود چند روز پیش و اتفاقا همون دوستمون نصیحت کرد که آقا نگو، حالا که دیگه اون طرف مرده و رفته و اینها، نگو که بدهش نداده و اینها. ما هم گوش کردیم چون حرفاشو گوش میکنه. خلاصه بعد گفتیم مینویسیم. ما نوشتیم که آقا اینجوریه و دلیلی هم که مینویسم این مبلغی که شما اصلا نمیدونیم چنده، من اصلا نپرسیدم چند میخوای بدی و این نیست، فقط موضوع اینه که میخوایم بانک‌ها که از مله‌ها به اصطلاح بدترن، از دوزای سرگردنه بدترن، یا پیپل اینو ملاخور نکرده باشه و چیزی نیست، مسئله نیست اصلا. بعد جوابی که این دوست من برای من نوشت اصلا منو نگران، نه خیلی فکر کردم که چجوری امکان داره یه نفری که من اینقدر میشناسمش، اینقدر منطقیه، یه دفعه یه همچین چیزی به من بگه که من دفعه قبلی که یه سری چی خریدم، این چیزها رو که من نمیخواستم، فقط برای حمایت تلویزیون خریدم و این نمیدونم اون میکروفونی هم که فرستادی باتری نداشته. خب این روزا هر چیزی شما بخرید بذارید، بعد یه مدتی اینا باتریش از کار میفته، مخصوصا بعض چیزها هست میگن هرچی کمتر کار کنی باهاش از زودتر از بین میره. خب مثلا یه ساعتی من اینجا نشون دادم این باتری نداره، ولی باتریش هم نوشتم، یه ساعت دیگه هست اینجا دست چیزش به اصطلاح بندش پاره شده و باتری هم نداره. تعجب کردم این کسی که تو این کارهای باتری و این چیزا وارده، میگه اون چیزی که میخواستم به اصطلاح باتری نداشت. خب باتری دو سه دلار رو ایبی میخرن، تازه وقتی هم میخرن. خود من نگاه کنید ببینید چند رقم اینجا باتری های مختلف دارم دوستان، نگاه کنید آدم خندش میگیره. ببینید اینا همش باتری های مختلف برای چیزهای مختلف. ببینید چون از ترازوی آشپزخونه گرفته تا اسکیلی که شما رو میکشه تا چی بگم، هر چی میگی دیگه باتریه، چیز کوکی و اوتوماتیک و اینا شما پیدا نمیکنید. خلاصه من هی فکر کردم که خب میدونید هر کسی هر کاری میکنه برای خودش یک دلیلی داره. من یه ویدیوی نگاه میکردم گفت حتی کسی که فرزندان خودشو میکشه این برای خودش یه منطق و یک دلیل به خصوصی داره که خودش رو قانع کرده. ممکنه هیچ کسی دیگه قانع نشه ولی خودش قانع شده. اون کسی که مثلا عصبانی میشه با ماشین میره میزنه تو اداره یه نفر، با زنش طلاق میگیره میره میزنه نمیدونم خونش رو داغون میکنه، میره پشت سر زنش صحبت میکنه، هر کسی یه منطقی داره و یک چیز. خلاصه برای من این عجیب بود که خب اگه اونا رو نمیخواستی شما میتونستی این مبلغ رو حمایت کنی به تلویزیون مردم، ما اونا رو هم میفروختیم به کسای دیگه بیشتر پول در میآوردیم. بعد اینجوری نیست که من مثلا برای شما یه روز کار کنم شما به من پول ندی من بیام بزنم شیشه ماشین تو بشکنم. من باید برم قانونی یا تماس بگیرم بگم آقا من باش برش. خلاصه برای من خیلی عجیب بود. اگه این دوستمون یه وقت بخواد من حتی حاضرم باش تو برنامه صحبت کنم، مخصوصا به خاطر این زمان که شما یه چیزی رو یه زمانی خریدی، اولا هیچ چیزی نگفتی که من اینا رو نمیخوام، اشکال داشته فلان اینها، بعد یه چیز دیگر رو خریدی، بعد پول اینو ندادی به این دلیل که من اینا رو لازم نداشتم، خریدم برای کمک. وقتی شما میگید خریدم برای کمک، ما که مثل شهرامایی نیومدیم بگیم یه چیز 100 دلاری داریم به شما میدیم 10000 دلار. ما گفتیم این 100 دلار بوده امروز میدیم 10 دلار 20 دلار، این 50 دلار بوده امروز میدیم 5 دلار. معمولا اینجوری بوده. در اصل برای من عجیب بود. ولی با همه اینها خدا شاهده من الان دو تا بچه دارم، 4 تا نوه. به جان دو تا بچه‌هام و 4 تا نوه‌هام گفتم حتی اگه این آقا گفت که من اشتباه کردم، یادم رفته، فراموش کردم، این 30 دلار، این 50 دلار، این 100 دلار، این 1000 دلار،
این مبلغ و بابت این نوشته من میفرستم برای فیرفکس هاسپیتال برای قسمت بچه ها به نام اون و رسیدش هم برایش میفرستم. خلاصه این دوستمون اون چیزی که گفت من اصلا موندم و دو سه روز واقعا دارم فکر میکنم که چجوری ممکنه یه نفر اینجوری برای خودش توجیه کنه و نمیدونم به عقل ناچیز من و کوچولوی من این جور در نیامد. اجازه بدین از یه نفر دیگه تشکر کنم، آقایی که باید خیلی ترسو باشه چون پیام که میذاره صداشو عوض میکنه، شماره نمیذاره و اینها، و امروز با وجودی که من اینجا نوشتم درباره تعامل و تأمل صحبت کنم، چون بارها بهتون گفتم اینو من دکتر طهماسبی بهم یاد داد که بعضی ها میگن که باید تحمل کنید و فلان تعقل کنید، ایشون میگم نه اول باید تحمل کنید که طرف حرفشو بزنه، بعد تحمل کنید داد بیداد نکنید، خلاصه یعنی بعد برید دربارش فکر کنید. و این بیننده گفته بود که آقا این کلمه که شما میگید تعامل هست، و خب من رفتم توی فرهنگ ده خدا نگاه کردم، حتی امروز هم از یکی از دوستانی که من بهش میگم معلم من هست پرسیدم، ایشون هم همون فرهنگ ده خدا رو پیشنهاد کرد و میخواستم بیام تشکر کنم و بگم خب خیلی ممنون که برنامه رو با این دقت نگاه میکنی، چون معمولا حتی اونایی که برنامه منو دوست دارن انقدر دقت نمیکنن و همیشه همین جوره، اونی که مخالف تو هست بیشتر دقت میکنه و این در کار رادیو تلویزیون جالبه و خیلی هم خوبه، میگن مخالفین تو باید دوست داشته باشی چون اونا هستن که تو رو، همون ماجرای هست که دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند، نادان دوست تو کار تلویزیون کار میکنه. و میخواستم تشکر کنم، ولی نکته‌ای که خیلی جالبه اینه که امروز دوباره این یه پیام گذاشت و این پیامو که گذاشت معلوم شد که این آقا بیننده سعید بهبهانی معتاد نادانه. چرا حالا من تاکید میکنم روی معتاد بودن و نادان بودن؟ سعید بهبهانی نه درسی خونده نه کاری تو زندگیش انجام داده و بابا و ننش چون طلاق گرفته بودن اینو فرستادن بره انگلستان و بعد رفته سوئیس و سوئد و بعد از سوئد اومده فلوریدا و اصلا همیشه آویزون اینو اونه. بزرگترین شانسی که تو زندگیش آورده با یه خانمی که جدا شده بود از شوهرش ازدواج کرد که همون موقع جابجا بچه گیرش اومد، نوه گیرش اومد اینا، چون اون خانم داشت از کسای دیگه. بمانه معلوم شد که این آقا بیننده برنامه های سعید بهبهانی، ولی باز من ازش تشکر مجدد میکنم که میشینه برنامه های منو با این دقت نگاه میکنه و نشون میده که برنامه های بهبهانی اینو به اصطلاح سیر نمیکنه و مجبوره که این برانور بچرخه و این اتفاقا همینه. ولی چرا میگم معتاد؟ خب تا اونجایی که من بهبهانی رو میشناسم چند سال اینجا بود، ایشون معتاد بود به همه چی، یعنی از مواد مخدر و نمیدونم سیگار و این چهار مواد میگن به اینایی که تریاک دستش میاد میکشه، کوکائین دستش میاد میکشه، شیره یه جایی باشه میکشه، ماریجوانا باشه میکشه، مشروب عرق میخوره، شراب میخوره، فلان اینا، این دیده بودیم دیگه. بعد از لحاظ نادانیش هم این همون چیزایی که چند سال پیش یاد گرفته همونا رو تکرار، اگه شما بگی صبح میره یه چیزی رو نگاه کنه ببینه و اینا، نه همین توی خبرها به قول ما شیرازی ها میگیم میلوله. ولی به اون دوستم، به اون آقایی که مخالف منه، یه پیشنهاد میکنم چند دقیقه بعد از دیدن این برنامه با خودت فکر کن. اولا چرا شما باید از سوربی بترسی؟ مگه شما آزادمنش نیستی؟ آزادی خواه نیستی؟ یه پیشنهادم به بهبهانی دارم، همون پیشنهادی که به رضا پهلوی کردم، گفتم بیچاره ها شما اول به طرفدارانتون، به بینندگانتون، به هوادارانتون یاد بدید اون چیزی رو که ادعا میکنید میخواین به مردم یاد بدید، بعدن برین سراغ مخالفینتون. شما ببین من تو این تلویزیون به دوستم دارم میگم ایرادشو گرفتم، به شما میگم که شما هم همچین منطق استفاده نکنید. باز یه قدم از اون بیشتر و پیشتر میرم، به مخالف خودم هم میگم، پیشنهاد میکنم. اون آقایی که با ترس و لرز پیام میذاره، امروز صبح هم دو تا پیغام گذاشته بودی، خب من که تا 8:09 نمیام اینجا، ساعت 5:15 گذاشته بودی، تلفن ما که زنگ نمیزنه، مستقیم میره رو پیامگیر و یعنی مثل آدم زنگ بزن بگو من اینجا این اشکالو دارم با شما،
شما چرا میگی بیبهانی معتاده؟ میگن خب معتاد بود، نیست حالا تبریک میگن. چرا میگی نادانه؟ میگن خب نادان بود، کسی که تو زندگیش هیچ کار موثری انجام نداده. ازش بپرس آقا آخرین روزی که تو شما کار کردی کی بود؟ یا برای یه آقای جمهوری اسلامی قالی فروشی رفت کار کرد، یا برای یک بهایی کار کرد که دوتاشون هم ناراضی و آخرم ورشکست کرد و رفت، کاری ایشون انجام نداده. خب از نظر من این یه آدم نادانه و از نظر من که داشتم میدیدم و شاهد بودم یه آدم معتاده. شاهین گفته بود که تو برنامه قبلی صدا خوب نبود. وقتی میگی صدا، شاهین جان باید بگی صدای من خوب نبود یا صدای مهمون برنامه خوب نبود. مهمون برنامه من تو برنامه قبلی اشکال پیدا کرده بود با کامپیوترش و اینترنت و اینها، بعد مجبور شد لحظه آخر به جای لپتاپ و کامپیوتر از تلفن استفاده کنه. حتی تصویرش از این وری بود دیگه، به زور چرخوندمش از اون وری و اینها، و وقتی شما از این صحبت میکنی شما میکروفون به این کوچولویی و این صدا حالا بیاد تو سیستم ما، میره توی بلنگوی من و من باید از بلنگو بدم به میکروفون. شما وقتی بلنگو رو میذاری جلو میکروفون، یعنی یه آدم چیز اینجا نیست. یادتونه یه تلفن‌های گرونی ساختن که تو کنفرانس روم و اینا استفاده میکنن، خیلی هم گرون بود، اون صدای حقیقی رو میاره. این تنظیم صدا و اینها کار مشکلیه و هرچی این دستگاه، مثلا تو برنامه های کلاب هاوس بعضی ها میان اتاق موزیک میذارن، اصلا خراب میکنن اون خواننده بیچاره رو، خراب میکنن، چون موزیکشو از این رادیو که نه، از این دستگاه تلفن پخش میکنن، اونی هم که گوش میده از دستگاه تلفن پخش میکنه. این بود. ولی اگر صدای خود من میگی بد بود و اینها، با هم صحبت میکنیم، ممنونم. اکبر شیرازی میگه آقا این رک بودنت منو کشته، من متشکرم. ببین آقای شیرازی عزیز، ما بدبختیمون همین رک نبودنمونه، بدبختیمون همین تعارفه. و من توی برنامه بودم گفت ما باید این سنت و اینها رو نگه داریم، تعارفات رو که شیوه زیبایی است و فرهنگ ماست. گفتم آقا این مزخرفات چیه؟ تعارف ها ما رو بیچاره کرده. و اصلا میتونم من بگم یک ضرر و زیان بزرگی زده به ما که نگو و نپرس. آقا صدا و تصویر من چگونه است؟ خب صدای من کلن دیپ هست، یعنی چی میگن، صدام کلوفته. بعد این ایام هنوز بهار هستیم دیگه، با وجودی که 28 خرداد هستیم بهاره، و تو این منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم ویرجینیا، شما نمیدونی این گل و گیاه و اینا چه کار میکنن، هی با خودشون عشق بازی که میکنن، هیچی، این کارت تبریکاشونه که میندازن این ور اونور، پدر ما رو در میاره. ماشینامون همیشه سبز از این گردهایی که اینا به هم دیگه پرت میکنن، خب این گردها هم توی دماغ و اینها میره. ما هم که دیگه نمیتونیم مثل انسانهای اولیه موهای دماغ رو کوتاه نکنیم و فلان، اینها اینا میره تو بینی و تو حلق و اینها، و آلرژی. صبح من تا زور وقتی به هر که حرف میزنم میگه خواب بودی، میگم والا بلا من از 5-6 صبح بیدارم. من کارگرزادم و به کارگر بودن افتخار میکنم، از 5-6 صبح بیدارم، ولی صدام اینجوریه کلا. بعد از ظهرم که دیگه این صدا هست. البته دلیلی که من اومدم تو کار رادیو تلویزیون و اینها همین صدا بود، که وقتی یه شعری رو خوندم یه نفر گفت آقا عجب صدایی داری و اینجور و اینجور. بعد دلیلی که قوی تر از این بود حقیقتا اون قربت بود، احساس قربت که تو آمریکا بهش میگن هومسیک. هومسیک بودن. و شما اگه آقای مسعود معیدی رو تو کلاب هاوس بتونید ببینید و دنبال کنید، میبینید ایشون هر وقت حرف میزنه یه بغضی تو گلوشه و یه جوری هم گریه میکنه بنده خدا. و این کسیه که میگه من امیدوارم تو ایران یه سیستمی بیاد، یه کسی بیاد که از اینایی که خارج هستن دعوت کنیم بیان اینجا، با احترام بهشون رفتار کنیم. اتفاقا من میخوام بعد انتخابات یه برنامه بذارم، از ایشون دعوت کنم که بیایم و راجع به اون سالهایی که هاشمی رفسنجانی آدم باهوشی بود، حالا آخوند بود و تو سیستم آخوندی افتاده بود، بمانه سیستم چیزایی رو که فکر میکرد و کار میکرد و اینا، میدونید مثلا یکی از این فکرای این دانشگاه آزاد ایران بوده. یه سالی اومد گفت آقا ما که میدونیم این خارجی ها خیلی اینا که رفتن خارج بر علیه ما چیزی نکردن، کسی رو نکشتن فلان، اینها آزادی میخواستن، ما اون موقع اشتباه کردیم، اینا رفتن خارج، برگردیم بیاین فلان اینا، ولی وقتی مردم رفتن با مردم خوب رفتار نکردن، از فامیل و دوست گرفته
تا اونایی که میخواستن پولاشونو بخورن، مردمی که رفتن پشیمون برگشتن. خود من سال 2005 وقتی رفتم به همسرم گفتم من دیگه ایران نمیام، 50 تا ایالت اینجا داریم، 100 خورده کشور داریم، میرم اونجا هم میگردم. چون آدم وقتی میره مملکت خودش انتظار بیشتری داره و چون انتظارش برآورده نمیشه، مثل مکزیک نیست که بگیم مثلا گور پدرش ناراحت میشه. حالا به مکزیکیام یه چیزی بگیم، سعید ناراحت میشه، میگه چرا مملکت من باید اینجوری باشه، چرا سطل آشغال اینجان ولی پشت زندان کریم خان زند ارگ زند، یا سعدی این ظرفای بستنی رو همینجور ریختن سطلای آشغال هم خالیه فلان، هم بیشتر چیز میشه. بماند این آقای مسعود معیدی اون روز یه برنامه گذاشته بودن یه جورایی به عنوان بزرگداشت، و این کار خوبیه تا طرف زنده است، تا جوونه، لازم نیست 80 90 سالش باشه با سمعک و عینک و عصا بیاد، ازش تشکر کنن که آقا ما ممنونیم. و هر کسی درباره این آقا صحبت میکرد که آقا این مدیر خوبیه، این آدم خوبیه، مد خدا اشکش جمع میشد و صدای بغضش میومد. میگن هم صدا و هم تصویر خوبه. ممنونم از شما که به این سرعت جواب میدید. تنها اشکالی که هست یک کمی این نوشته ها از کادر بیرونه. اینم دلیلش این بود که من برنامه قبلی رو برای کانون آوا تنظیم کرده بودم، وقتی اومدم اینجا یادم رفت که برنامه‌ای که به اسم خودمون هست روشن کنم، مجبور شدم اینا رو دوباره بنویسم، وقتی گذاشتم اینجوری شد. اب نداره دیگه، شماها اینقدر به اصطلاح مهربان هستید که اینها رو ببخشید. ولی باز برگردیم به اون دوستمون که مخالف عقیده من احتمالاً، ولی انقدر نادانه چون بیننده بهبانی است و فکر میکنه که دشمنه. من با شما دشمنی ندارم چون نمیشناسمت، اگه بشناسمت هم دشمنت نیستم. و جالبتر اینه که این میگفت که شما که هیچ کسی به اصطلاح حمایت نمیکنه. خب این تقصیر دوستانمونه. تازه میگم اگه یه دوستی هم حمایت میکنه بعد پوله رو اشتباهی به جای این واشنگتن میفرسته اون واشنگتن، ما وقتی میریم میگیم که آقا این پوله اشتباه شده برش میگردونیم، 100 دلاره که میفرستیم بعدن 50 دلار میفرسته. خب دوستان کم لطفاً با شما تو این، بالاخره یه چیز پیدا شد که ما با مخالفمون تو یه قسمت هم عقیده باشیم. ولی دوست عزیز، شما که بیننده‌های مختلف، بیننده کانال‌های مختلف ایرانی هستی، یادم هست که یه برنامه بود تو شیراز، حتما آقای اکبری یادشه، ترانه های درخواستی. بعد ما بچه بودیم برمی داشتیم نامه می نوشتیم، من مثلا هادی نیازمند دوستمون می گفتیم این ترانه دوستت دارم مال سوسن که این کار دل قشنگه بنویسیم، می گفت خب اگه دوتا به اسم بنویسیم که پخش نمی کنن. می گفتم چی بنویسیم، همینجوری نگاه خونه ها می کردیم، می گفتیم هادی حسن مجتبی فلان، مثلا رزماهنگ، بچه سرهنگم بود رزماهنگ، 7-8 تا پسر و دختر و اینا داشت، گلابیان، نمیدونم چی گلابیان، حاج احمد فلان، یه لیستی از بالا تا پایین می نوشتیم. دوست عزیز اگر این اسامی که میاد این جلو رد میشه، شما فکر میکنی که اینا پول میدن به این تلویزیون و دیگه احتیاجی نداره؟ خب اون داره دروغ میگه که میگه احتیاج دارم. ما که میایم اینجا میگیم آقا ما کار خودمون انجام میدیم، اگرم کسی دوست داشت حمایت کنه، به جای دوربینی که 4000 دلار خریدیم سالها پیش و آخر کار فروختیمش 190 دلار، رفتیم یه دوربین 800 دلاری خریدیم. ما که میگیم آقا پول بدین تا ما بریم آبجو بخوریم به سلامتی شما. من نمیدونم مشکل شما چیه. من فکر میکنم شما حسودید میشه به من که من میتونم اینجا حرف بزنم و شما این توانایی رو نداری که حرف بزنی. حالا من برای اونم راه چاره درست کردم، حالا امشب زنگ بزن فوش بده به زن و بچه و دختر و پسر، خجالت نمیکشی با این سنت؟ اون وقت شما میخواین بگین آخوندا بدن؟ خب آخوندا که همین کار شما رو میکنن، فقط اونا یه درجه از شما شجاعترن، لباسش پوشیده میاد جلوت وای میسه میگه نظر من اینه. تو یه بیچاره بدبخت مثلا صبح ساعت 5 اینجا لابد 2 بعد از شب کالیفرنیا باید زنگ بزنی با ترس با لرز، این بار که زنگ میزنی نگاه کن ببین ضربان قلبت چقدر میره بالا. چرا باید این کار انجام بدیم وقتی شما میتونی زنگ بزنی بگی سربی اون روزی که گفتی تأمل و تحمل و تفکر، این تعامله، ولی هم تعامل هست هم تأمل هست، همه این کلمات هست. و این اشکال زبان فارسیه که شما یک کلمه ای رو که میبینید
نمیدونید این تأمله یه بدبخت پسر جوونی تو این ماجراهای خرمدین. اتفاقا آقای شاهین غلامرضایی برنامهش خیلی قشنگه، واریته است، ولی یه کمی برنامهش، آقا شاهین شما که شیرازی نیستی نه، خیلی بیحاله، ریلکس، مثل که از سر کار اومده خسته حرف میزنه. اون شور و هیجانی که توی کار میدیا میگن اگزاجوریشن، یعنی اغراق کردن، یعنی یه کمی شما با شما ببین، مثلا من اگه میشم گزارشگر تلویزیون برای فوتبال، میگفتم خب حالا حاج حسینی رفت توپ زد، دیگه همجوری وای میسادم که این توپ بچرخه این ور اون ور. ولی دیدی اینایی که برنامه تعریف میکنن، رفت گل زد، حالا گل گل گل، این به شما که تو خونه نشستی یه شور هیجان میده، انگار که شما داشتی میدویدی نیم ساعت یه ساعت و این گل رو زدی. اون چون به من گفته انتقاداتو به هم بگو، گفتم تو برنامه راجبش صحبت میکنم، اون پدر سوختگی مدیا رو شما هنوز نداری، اون یه کمی به اصطلاح نمکش رو زیاد کنی خیلی عالیه. چرا برنامه عالیه؟ برنامه شما واریته است، به اصطلاح گوناگونه، از کتاب میاد برای مردم میخونی میگی، نظر خودتو میگی، از موزیک میخونی میگی، انتقاد میکنی، طنزا رو میگی، جوکا رو میگی، فرهنگمون رو زیر سوال میبری، فرهنگ خوب میگی، فرهنگ بد رو میگی، و برنامه‌ت هم خیلی خودمونیه. اونه که منو جلب کرد، اونه که من با شما تماس گرفتم. خبر خوب این که یه برنامه جدیدم درست کرده که من از امروز بعد از برنامه خودم و آقای حسن ارشاد اون رو هم میذارم به ترتیب پخش میشه. دلیلی که تو این برنامه پخش نمی کنیم اینه که ما اگه پخش کنیم بعد یوتیوب برنامه خودمون رو ریجکت میکنه، یا باید دوباره برگردم اینو ازش بیارم بیرون، که زحمت میبره، کار میبره، کار ادیتینگ خودش میدونه. دوستان این 30 دقیقه 18 دقیقه 20 دقیقه که شاهین غلامرضایی میاد میشینه برنامه اجرا میکنه، این روزها کار برده. و من میدونم چون ایشون اونجا توی آلمان ماجرای کرونا بود و اینها وقتی داشته، چون سلیقه و به اصطلاح ذوق و پشنش هم داشته، عشق و علاقش داشته، اومده این کار کرده. امیدوارم چون حالا کارا شروع شده کم نیاره، و خیلی کار مشکلیه. ساده ترین کار اینه که ما انجام میدیم، لایف میایم میشینیم، خوب شد پخش میکنیم، خراب شد میگیم ببخشید هفته آینده میاد. مشکل ترین کار کاریه که اونا انجام میدن، هی باید ادیت کنن، برمیگرده. اگه پرفکشنیست باشه، بهترین خواه باشه، که پدرش در میاد هی میگه نه این کلمه رو که اینجا گفتم غلطه، دوباره بچسبونه. من همین یه سری هم پرش داره بین برنامه‌هاش، این پرشا رو با یه ویدیو افکت درست کن که مثلا یه چیزی بچرخه و اینها. من اون وقتا از کمتیجی ها استفاده میکردم، من تو ادیتینگ خیلی بدم، شاید دلیلش پرفکشنیست بوده. یادم سالها پیش وقتی ویدیوهای عروسی و اینا رو میگرفتم، طرف میگفت که ما دوست داریم شما ادیت کنین، میگفتم نه شما دوست داریم ولی من دوست ندارم. و اگه کسی میگفت ادیت کنین، میگفتم به یه شرط، عروس و دوماد بیان بشینن اینجا، اون وقت من این سیستم ادیتینگ رو راه میندازم. ادیت که میخوای بکنی یه کامپیوتر خیلی دراز یا سه تا کامپیوتر میزنی به هم که اون تایملاین رو بتونی داشته باشی. چون من میدونم برام اتفاق افتاده بود که اینا هم مثلا عروسی کردن، حالا شما بعد یه ماه ادیت کردی دادی دستشون، بعد میگه این پدر سگ فلانی رو بردار، این کادو کم داده، این فلانی اینجا داره چیز زیاد میخوره فلان. یعنی نظر شما بالاخره با نظر اون فرق کنه. اینه که من کلا کار ادیتینگ نمیکنم. کار ادیتینگ رو بهش میگن پست پروداکشن، یعنی شما پروداکت میکنی، تولید میکنی، یکی پری پروداکشن داره، یکی پروداکشن و یکی پست پروداکشن. من پست پروداکشن انجام نمیدم، پری پروداکشن هم انجام نمیدم. من با کسی چونه و چند میگیره اینا انجام نمیدم، با شرکتای کار میکنم که اونا این کارا انجام میدن، بعد من کارشونو میگیرم. هم اون میدونه که من بلدم این کارا رو انجام بدم، هم من میدونم که این حالا که دیگه نوار نیست، این مموری رو که میدیم بهش، اون میدونه که من نه مسئول قبلشم نه مسئول بعدشم. در هر صورت اون چیزی که میخوام بگم، آقا شاهین کارت قشنگه، خوبه و دیدم، ولی من نمیدونم اون فیلمایی که از دیگران استفاده میکنی و اینها بعدن یوتیوب یقتو نگیره.
موزیکی که گذاشته بودی حالا بریم یه موزیک بشنویم و بیایم، این موزیکه بعض وقتا یه کمی طولانیه. اینا رو روی یوتیوب ببین، باید چند ثانیه باشه، بعدم هم همش بگرد دنبال چیزایی که کپی رایت نداشته باشه. بذارید من یه چیز ساده بهتون نشون بدم. نگاه کنید اینجایی که ما از شما میخوایم، الان میاد که میخوایم اینجا به اصطلاح کلیک کنید و لایک بزنید و اینها، من اینو از چند جا گرفته بودم، یوتیوب پروگرامای منو لاک کرده بود. آقای سهراب چمنارا فکر میکنه مثلا آخوندا از ایران تماس گرفتن و رفتم زدم خب اینو میخوام بدون کپی رایت، این اومده و الان چند برنامه است من استفاده میکنم و کپی رایت به اصطلاح یقمو نمیگیره. توی یوتیوب هم ویدیوهایی هست که بدون کپی رایت، هم موزیک هایی هست که بدون کپی رایت، از اونها استفاده کن که به مشکل برخورد نکنی. و اما دوستان، انتخابات 1400 رو گفتم، باید صبر کنیم ببینیم چه خواهد شد. و اینایی که تعجب میکنن که 10 میلیون رفتن شرکت کردن، دیدم خانم جیلانی نشسته بود 14 میلیون گفتن شرکت کرده، مگه میشه؟ آقای طهمورث یه چیزی گذاشته بود و من بهش گفتم آخه شما وقتی میگی ملت ایران، یعنی شما از طرف 85 میلیون صحبت میکنی، این اکره و نوکره و نمیدونم بسیجی و سپاهی و اینا رو حساب نمیکنی، خانواده اینا رو حساب نمیکنی، افرادی که به اینا باور دارن حساب نمیکنی. بعد یه خانمی معلوم بود رقاصم بود، اومده بود فوش و اینها که شما حقوق بگیرا، میگم آخه احمق، تا اصلا منو میشناسی؟ اقلا به این آقای طهمورث زمانی بگو که این سربی کیه. بعد اون نمیدونم، خلاصه امیدوارم حالا این انتخابات گذشت، یه مقداری هم انتخابات آمریکا دیگه تموم شد، هم انتخابات ایران، یه مقداری ما برگردیم به اون انسان بودنمون، به آدم بودنمون، و از این جانور بودن و به همدیگه پریدن و به اصطلاح یقه همدیگه رو گرفتن دست برداریم. امیدوارم منم موفق باشم که این کار رو انجام بدم. و اما خشکسالی در ایران، در آمریکا و جهان چه باید کرد؟ این مشکل بیابی و کم آبی و اینا یه موزل بزرگی شده و جالبه، یه جایی رو نشون میداد، میگفت حالا که آب رفته پایین، اصلا یه شهری که زیر آب بوده اومده بالا و میخوان بازسازیش کنن و به عنوان توریست به اصطلاح سینری، یا اینجا میگن POI، Point of Interest، جایی که شما دوست داری بری ببینی. مثلا اینجا وقتی میای واشنگتن، شما میگی Point of Interest، بهت میگه فلان کلیسا هست، کاخ سفیده، نمیدونم اینه، میخوان اونم این کار رو انجام بدن. و یه موضوعی رو که من همیشه فکر میکردم که خب تو ایران خیلی ها به کارهای غیر مجاز پولدار شدن و اینها، خب تو آمریکا هم هست، چرا پس تو ایران اینجوری ضربه میزنه ولی تو آمریکا ضربه نمیزنه؟ بعد با یکی از دوستان که صحبت میکردم گفت برای که آمریکایی‌ها حتی پولی رو که کلک میزنه خارج از آمریکا در میاره که مالیات نده، بعد میاد این پول رو تو آمریکا سرمایه گذاری میکنه، یه شرکت دیگه میزنه، خونه سازی میکنه، یه کار دیگه میکنه. ولی ایرانی ها وقتی اختلاس میکنن، دزدی میکنن اینها، این پول رو ور میداره و بار سفر میبنده و میره کانادا. کانادا هم که قشنگ اونجا بهش پیشنهاد میکنن آقا بیا توی این شرکت سهام بذار، به اصطلاح سرمایه گذاری کن و الی آخر. این بود که من متوجه شدم چرا تو آمریکا 5% آمریکایی‌ها پولدار هستن، بقیه همه روز به روز کار میکنن. همه از اون کارمندی که شیک با ماشینش میره سر کار و میاد، این اگه 2 هفته بهش چکش ندن ممکنه خونش رو از دست بده، ممکنه ماشینش رو از دست بده. جوون بودم یه فیلمی دیدم به نام یا دوچرخه یا دوچرخه سوار، یه چیز اینجوری بود، یه بیچاره اومدن دوچرخش رو دزدیدن بردن، این چون دوچرخش رو دزدیدن بردن اصلا زندگیش داغون شد. نمیدونم شما هم این فیلمو دیدید یا نه، یه فیلم سفید و سیاه فرانسوی بود. خب امروز که فوتبال هم دیگه تموم شد، تبریک میگم، فوتبال ایران برنده شد. اگر حتی مساوی میشد نمیرفت به بازی‌های بعدی. و دیشب با یکی از دوستان صحبت میکردم و اینها، راجع به اینا میگو برای که مربی اومده قبلا آدمایی رو که کم تجربه هستن گذاشته که اینها تجربه پیدا کنن. گفتم آقا این چه حرفی شما میزنی، این اگه مربی بود باید اول میذاشت.
اونایی که تجربه دارن چیز کنن، به اصطلاح بازی کنن، بعد که برنده میشد مطمئن میشد اونایی رم که حالا آورده بود روکی ان جدیدن اونا رم میذاشت بازی کنن، نه اینجوری مردم و یک کشور و آبروشو به خطر بندازه. اون وقت مفسرا هم که قربونشون برم، طرف اومده تو ایران اینترنشنال تو فلان یه برنامه هم گذاشته بود، یه پرک ترک تک پرک یه چیزی اینجوری یه نیم ساعت توضیح داد، میگه اگه ببره نمیشه، اگه ببازه نمیشه، اگه مساوی بشه نمیشه، اگه بشه میشه، اگه نشه نمیشه. من گفتم این چی میگه؟ آخرش فهمیدیم آقا ایران وقتی با عراق روبرو میشه یه شانس داره، شانسش هم اینه که باید ببره، برد میره مساوی شد و چیز شد از لیست خارج میشه. تبریک بهتون میگم، خیلی من. خب شاهین میگه دقیقا ایرانی ها جای دیگه خرج میکنن، دزد دوچرخه. باریکلا اکبری، من به تو واقعا شک دارم، دیگه دارم فکر میکنم که تو قومخیش ما هستی، فامیل ما هستی. چجوری که من هرچی میگم تا میدونی؟ توی کوچه که نبودیم، توی مدرسه که نبودیم که. این چیه ماجرا؟ دزد دوچرخه. بله این فیلم هم حتما نگاه کنید. و آقای شاهین خان، شما تا حالا اینو به فکرت رسیده بود؟ چون ما عادت داریم هرچی هم چی میگیم من کشف کردم. البته کشف کردن چیزیه که وجود داره، شما پیداش میکنی میشه کشف، ولی کشف چیزیه که چی دیگران پیداش نکرده باشن قبلا. همچین چیزی به نظرت رسیده بود؟ همچین چیزی برات سوال شده بود که چرا خب کشورهای دیگه هم دزد دارن؟ همین اسرائیل، مگه نخست وزیرش که الان رفت گورش گم کرد دزد نبود؟ مگه خانمش دزد نبود؟ مگه پسرش دزد نبود؟ ولی چجوریه که اینا به اصطلاح مثل ایران نیست؟ تا من بالاخره مشکل حل شد کشف کردم. خب یه دفعه برنامه ما رو بذار روی میز تشریح، بذار زیر ذره‌بین و اصلا نگران نباش که مثلا بگی اگر ایراد بگیرم از سوربی این کارو میکنه اون کارو میکنه. در صورت 5% دنیا پولدار هستن، ولی پولها در کشور خودشان سرمایه گذاری میشه. الان شما این آمازون رو نگاه کنید، همین هفته اعلام کرده که هر کسی بیاد رانندگی کنه برای من به غیر از حقوقی که خوبتر از جای دیگه میده $500 هم بونس میده. خب این پولاش برمیگرده اینجا، نگاه کنید میاد پولا رو میذاره تو کارهایی نمیدونم فضایی و فلان. نه حالا یه نفر اومده بود $28 میلیون تو آکشن، آکشن چی میشه، تو حراج چیز کرده بود که با این بره نمیدونم کره ماه، که نه یه دو ساعت دارن تو فضا و بیان اینا. در صورت پول اینجا خرج میشه، کار اینجا ساخته میشه، کارگره اینجا از بابت اونی که ازش دزدیده و خورده و برده حالا یا به حق یا ناحق بهره‌مند میشه. سیاسی بودن یا نبودن، آیا این باید تخصصی باشه یا فقط ادا در بیاری؟ حتما شما هم تو این چند سال برخورد کردید که یه جایی گفتید آقا من سیاسی نیستم، انقدر دیگران بهتون توهین کردن که گفتی آقا ولش کن من سیاسی هستم. دوستان سیاسی بودن مثل هر چیز دیگه باید تخصصی باشه. اگه تخصصی نباشیم، این تماشاچی بهبانی، بذار بهبانی اگه یه حرف خوب زده باشه، خب میگم خوب گفته، یه حرف خوب میزن، میگه بابا ملت صبح که بلند میشن میرن دنبال کار زندگیشون، قرار نیست همه چوب و چماق بگیرن برن بیفتن به جون مخالفین. بعضی ها هستن فعالیت سیاسی میکنن، فعالیت های اجتماعی میکنن، فعالیت های نمیدونم حقوق بشر میکنن، اینجوریه. و شما حق نداری به دیگران بگی شما هم باید مثل من فکر کنی. یه چیز دیگه هم بیبانی درست گفته. بیبانی گفت من تو کار خب موکت فروشی بود دیگه، همه این آقای بهایی که همه جا شکایت میکرد که آقا این همش میاد اونجا میخوابه، شب تو تلویزیون میشینه مواد میکشه، صبح که میاد اینجا میخواد. اون میگفت که وقتی ایرانی ها میان تا میفهمن من ایرانی هم تخفیف میخوان. من بهشون میگم خب مگه من تا فهمیدم شما ایرانی هستین قیمت رو بردم بالا و از شما انتظار داشتم به من پول بیشتری بدین، پس چرا شما انتظار داری من به شما قیمت بهتری بدم؟ ضمن این که اگه من اون پولی رو که میگم شما به من بدید، شاید بعد این یه شروعی بشه برای که منم کار بهتری به شما ارائه بدم. شاهین جان من سوال کردم تو برنامه قبلی صدای من اشکال داشت یا صدای آقای علیرضا نصراللهی که از بلنگو پخش میشد از اسکایپ،
بعد باد میومد میرفت توی اسپیکر ما. ما اینجا از اون چیزایی نداریم که یه آدیو داشته باشیم به اصطلاح خروجی رو اونو لاین این یا لاین این کنیم و اینها داریم ها، ولی دیگه تنبل شدیم عادت کردیم به این. تنها کاری که کردیم یه بلنگوهای خریدیم، این بلنگوها صدای به اصطلاح اسکایپ یا فیسبوک و اینها رو پژواک نمیده. دیدین برنامه رادیویی همیشه گوشی دارن؟ از خودتون میپرسین چرا رادیو گوشی داره؟ اینم که همون کار تلویزیون میکنه، ولی تلویزیون ندارن. تلویزیون یه سیستمی دارن که این صدای پژواک ایجاد نکنه. و تو رادیو هم الان دیگه اینجوری شده، مخصوصا پادکست ها. خیلی ممنون، متشکرم. بذارید بریم سراغ چیزای دیگه. من تو برنامه قبلی اگه اشتباه نکنم گفتم اینایی هست که میگن آقا جامعه باید از پایین ساخته بشه بره بالا فلان اینا، هممون از خونه خودمون باید شروع کنیم. خود منم یکی از اونها هستم. اول از خونمون، از کوچه‌مون، از شهرمون، از استانمون، بعد میرسه به کشور و بعد میرسه به جهان. بعضیا میگن نه آقا این باید از بالا ساخته بشه، مثل رنگ زدن به دیوار، مثل یه چیز دیگه هم بود، یه مثال دیگه استفاده کردن، نقاشی کردن و اینها. ولی باز بعضی ها میگن نه آقا این مثل ساختن یه دیواره، باید حتی از زمینم یکم کند رفت پایین تر، اون پی و شالودر گذاشت محکم و روی اون آجر ساخت. ولی این ساختن ها احتیاج داره که یه نفر معمار باشه، بنا باشه، بلد باشه. و حتما شما هم دارید دوستانی که میرین خونه شون با افتخار میگه مثلا این اتاقه رو من درست کردم، نگاه میکنیم اینی همه چیش کج و موجه، همه چیش غلطه. این روزا همه این چیا رو یوتیوب هست، طرف میتونه نگاه کنه. ولی با همه اینا اینجوری، در صورت سیاسی بودن یا اینکه از پایین به بالا شروع کنیم یا از بالا به پایین، این ضرب المثل ها و این گفته ها و شنفته ها و اینا رو خیلی روش محکم وای نسیم. مثلا دیدید یه جا میگه که یه دانشمندی گفت فقط احمقا هستن، مثل این کسی که زنگ میزنه اینجا، احمقا هستن که یه کاری رو تکرار میکنن و انتظار دارن نتیجه مختلف و گوناگونی از همون کار بکنن بگیرن. ولی ما تو داستانامون داریم که یک پادشاهی اسیر بود و افتاد تو زندان و دید یه مورچه یه برگی رو برداشته، هی میره بالای درخت، هی تالاب میفته پایین، هی میره بالای درخت، هی تالاب میفته پایین. بعد دیگه رفت بالا موفق شد، بعد گفت آها پس یه کاری رو باید انقدر انجام بدی تا موفق بشی. خب اینا که نمیخونه با هم. اون دانشمنده میگه آقا فقط افراد احمق هستن که یه کاری رو انجام میدن مثل همیشه ولی انتظار نتیجه مختلف دارن. ولی این میگه مورچه انقدر رفت، انقدر رفت، انقدر رفت، آخرش رفت بالا. کدومشو میخوای شما انجام بدی؟ نمیدونه. و اما حمایت از تلویزیون مردم، همون اول برنامه بعد این کار رو انجام بدین. من هفته دیگه سعی میکنم اسمایی رو که شهرام همایون مینویسه و اسمایی رو که بهبهانی مینویسه من اینجا بنویسم که این دوستونم دلش خوش باشه. سکینه نون، نمیدونم چی چی از سنخوزه، هنوز تو آمریکان میگه سنخوزه. و پدر نیکی، این ماجرای نیکی براتون گفتم درست شد. کلن صدای کانون آوا همیشه کیفیتش پایینه ولی الان همه چی عالیه. برای که کانون آوا این دوستان ما، آقا شاهین نمیدونی تو چه شرایطی هستن این ها. درسته که از زندان و اسارت مجاهدین آزاد شدن ولی بنده خدا ها کار ندارن، درآمد ندارن. الان کرونا دیگه قوز بالا قوز شده، چندین نفر توی خونه زندگی میکنن. خونه هایی رو که خودت دیگه خارجی بودی وقتی میای اجاره میکنی، من بهت گفتم من وقتی اومدم آلمان، شما هامبورگ هستی نه، دوسلدورف که نیستی، وقتی اومدم آلمان شبی 80 مارک، اون موقع مارک بود، میدادم یه اتاق انقدی، یه زن و یه مرد و دو تا بچه همینجوری میلولیدیم، اصلا وول میخوردیم تو هم. ولی بعد یاد گرفتم که آقا برم یکم یه خیابون اونورتر یه آپارتمان به قول خودمون اجاره کردیم و شماره 148 معروفه توی فرانکفورت. و اونجا گفتیم عجب خوب شد. حالا چه خوب شد؟ توالتش میرفتی اونجا، نمیخواست بری تو راه رو. اتاق همونقدر بود ولی یه گاز برقی، گاز نه، یه اجاق برقی داشت، روش چی میپختیم. همه چی زندگی نسبیه. این دوست ما وقتی میگه من امروز کامپیوترم کار نمیکنه، آقا یه لپتاپی
که اگر احتمالاً یه جایی شما کنار خیابون ببینیش ممکنه ورش نداری. اون برند ایسوس هست. اینا همون روز اولی که میاد اینا نه پروسسورت خوبی داره نه رم خوبی داره. خلاصه این بند خداها با این کهنه های همدیگه و چیز اینا دارن کار میکنن. حالا دیگه بعدم وصل نشد، مجبور شدیم با تلفن. تلفن هم من توضیح دادم که به دلیل اینکه هم میکروفونش کوچیکه هم اسپیکرش کوچیکه، صدایی هم که میاد قاعدتا اینجوریه. خیلی ممنون، متشکرم. و چون از شهرام همایون اسم آوردم، شهرام همایون توی برنامه بود، همین برنامه آقای معیدی، و منم اونجا بودم و خیلی جالبه دوستان، حتما متوجه شدید شهرام همایون وقتی برنامه داره چند مدت به خاطر اشکال صدا یه گوشی میذاره تو گوشش، همین بهبانی نادان هم این کار انجام میده. این گوشی گذاشتن تو گوش، خب ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، مثلا توی رادیو تلویزیونای درست حسابی از اتاق فرمان یه میکروفون اومده از پشت پیرنشون، اینا حتی خانما رو نگاه کنی زیر قباشون یا زیر لباسشون هست یه چیزی، بعض وقتا خیلی زشت چسبوندن بهشون، رو میاد به یه لوله‌ای که با هوا هست میره تو گوششون، بعض وقتا از گوششون در میاد، هی اینجوری میکنن. خب الان چند مدت دوستان از این گوشیای وایرلس تلفن استفاده میکنن. شهرام همایون هنوز از اون گوشیای سیمدار استفاده میکنه و من فکر کردم چون مشکل داره با صدا، هی میخواد بگه اشکان ما صدا نداریم، اشکان نه آرش، آرش صدا نداریم، بیا تو برو بیرون فلان اینا، تا اینکه پریروز خودش گفت که من برنامه‌های معیدی رو انقدر دوست دارم. ببین حالا آدم وقتی بهتون میگم برنامه که زیاد بذاری کلافش از دستت میره بیرون، همایون اومده یه جایی که مردم هستن، میگه من برنامه‌های معیدی رو انقدر دوست دارم که در حین برنامه‌های خودم برنامه معیدی رو با این تلفن و گوشی تو گوشم دارم گوش میدم. شما اگه خدا هم باشی، ما آقایون که در مقابل خانما فلجیم، خانما دو سه کار میتونن انجام بدن، بچه رو دارن نگه میداره، تلفن میزنه، خوراک اونم حاضر میکنه، خوراک زور هم حاضر میکنه، ظرف هم فلان میکنه. به اینا میگن مالتی تاسکینگ، یعنی چند تا کار رو در آن واحد. ما مردا بهمون میگن که بیا اینجا، میگی حالا من نمیدونم باید اول دمپاییمو بپوشم بعدن راه رو پیدا کنم، اینجوری هستی. حالا ما میگیم آقای شهرام همایون تو این رابطه مثل خانم هاست. آقا این شنیدن و صحبت کردن و اینا توجه میخواد، اونم الانی که شما یه آیپد گذاشتی، یه لپتاپ تبلت گذاشتی اینجا، یه تلفن گذاشتی اینجا که فقط خانمت بهت زنگ بزنه، یه تلفن گذاشتی اینجا که فقط از ما بهترون بهت زنگ بزنه، و یه تلفن هم گذاشتی اینجا که آقای معیدی اگه برنامه داره، من فکر میکنم حتی آقای معیدی الان اسمش اومد، حتی آقای معیدی هم راضی نباشه شما وقتی که روی برنامه هستی با دیگران اونجوری بشینی برنامه اینو گوش بدی. دوستان اگر میخوان آقای معیدی رو ببینید، آقای معیدی وقتی تو کلاب هاوس میرین با فارسی اسمش رو بنویسید، با انگلیسی هم بنویسید، همین مسعود معیدی، و بذارید یه چند دقیقه صحبت کنیم آخرین خبرها از انتخابات. حتی وقتی باید گلمند بشم از دوستان همراهی که همیشه با ما بودن که احتمالا نمیدونم، من هنوز نمیدونم ماجرا چیه. خانم معیدی میکروفونتون رو ببندید، میشه خواهش کنم منت بذارید سر من استی؟ اولا بسیار انسان مؤدبی هست، دوما مدیر خوبی هست این آقای معیدی، و یاد میده. این یاد دادن و فرهنگ ساختن، و خودش هم خیلی قشنگ میگه، میگه این فرهنگ نیست که شما که میایین تو این اتاق چون من مجبورتون میکنم یه چیزایی رو رعایت کنید. اگه همین چیزایی رو که اینجا یاد گرفتی رفتی توی اتاق دیگه، توی جلسه دیگه، اونجا هم اینا رو استفاده کردی، رعایت کردی، اون وقت این فرهنگ ساخته شد. ساعت 3:30 بعد از ظهر میریم با آقای امیرحسین لادن خواهیم بود. یک مقاله ایشون نوشته توی گویا هست، لینکش هم در حین برنامه میذارم، ببینید و با ایشون صحبتی خواهیم داشت در رابطه با همین انتخابات و اینها هست که اگر یک کاری غلطه آدم میبینه، این رو باید به اصطلاح اگر یه چیزی انصاف توش نیست و اینها، اینو
باید بگی گوش زد کنه و خودشون هم چند تا از تجربیاتشونو که گفتن و گوش زد کردن و قد علم کردن و در مقابلش هم به اصطلاح هزینه پرداخت کردن یا جریمه پرداخت کردن، اینا رو هم تو اون برنامه با شما صحبت میکنم. ما هم از شما میپرسیم، شما هم اگر صحبتی دارید بگید. میگن که waste of time، کاووسی میگه. آخه کاووسی عزیز، این waste of time که میگی من نمیفهمم. اینو میتونم به برنامه خودم به اصطلاح بچسبونم، میتونم به زندگیمون بچسبونم. منظور شما waste of time چیه؟ آقای معیدی که صحبت میکنه میخواد فرهنگ سازی کنه، میگه آقا خانم اگه 270 نفر تو این اتاق هستید یه دفعه نیام بگید سلام من اومدم، آقا من دارم میرم، خداحافظ. میگه این میکروفونتون رو خاموش روشن کنی، من به شما میگم. به نظر من waste of time نیست. بشر زمانی شروع میکنه waste of time، یعنی وقتش رو تلف میکنه، که از یاد گرفتن چیزای جدید به اصطلاح خودداری کنه و استاپ کنه، بگه من همه چیز رو بلدم. مطمئنم که شما اینجوری نیستید. و آقای سعید کاووسی دوستان روی فیسبوک خیلی ریسپانسیو هست، خیلی فعاله، خیلی هم زود پاسخ میده. ولی اینم یه جورایی سعید تو هم مثل بهبهانی یه سلسله چی رو قرار مثل کلیشه‌ای اینا رو استفاده میکنی، عوض نشدی تو این 20 سالی که من 20 ساله با شما بیشتر رابطه دارم. قبلا به عنوان هنرمند اینجا میشناختم. من شما رو از روزی که خانم شهلا سرشار و فرید فرجاد بود کی بود ویالون میزد و میخوند تو همون مدرسه آرلینگتون، شما رو از اونجا شناختم. تو برنامه‌های مختلفم دیدم که به اصطلاح ضرب میزنی، هنرمند هستی، ولی 20 ساله که با هم دوست هستیم، با هم صحبت میکنیم و من از این ماجرا خیلی خوشحالم. ولی شما هم یه چیزایی داری که همون ویک صحبت کردن، همون هارد هدد بودن، حرفای دیگران هممون داریم، ولی لازم نیست هر روز هی بزنیم تو سر این که تو اینجوری هستی وقتی که خودمون هم اینجوری هستی. لازم نیست هر روز به سوربی بگی که برو تو آینه نگاه کن اگه میخوای اشکالاتو بفهمی، ضمن این که خودمون نمیریم تو آینه نگاه. اگه خواستی یه روز بیا اینجا، این آقای کشاورزیان میگه یه دو ساعتی بشینیم موهای همدیگر رو بکشیم. اون موقع من مو داشتم، گفتم آقا حمید جان من یکم مو دارم، تو دیگه موی نداری. گفت خب اینا همه رو کشیدن دیگه موی نمونده. از آقای کشاورزیان چه خبر؟ امیدوارم هر جا هست خوب و خوش و سلامت باشه. دوستان عزیز، 18 جون سال 2021 هست، 28 خرداد 1400. امروز رسما ایالات متحده آمریکا تعطیلی فدرال داره، ضمن اینکه ویرجینیا و مریلند قبلا اینو تعطیلی به اصطلاح اعلام کرده بودن. دلیلش هم بهش میگن جون تینت. اینو من کامل نمیتونم توضیح بدم، باید راجع بهش بخونم. میدونم 150-60 ساله به اصطلاح همین درگیری سیاها و اینها هست و ببینیم چه خواهد شد. شهرام همایون میگه من برنامه که اجرا میکنم دارم با گوشیم به کلاب هاوس برنامه آقای معیدی گوش میدن. این به نظر من کار بسیار غلطیه. یه بار اول برنامه گفتم. تشکر میکنم از اونایی که تا امروز از تلویزیون مردم حمایت کردن. ازتون خواهش میکنم باز هم از تلویزیون مردم حمایت کنید. این روزا به من نگید چه جوری، انقدر راههای مختلف هست، ونمو، پیپال، نمیدونم یه چیز دیگه بود، ریا، آر آی ای، والمارت، وسترن یونیون، مانیگرام، you name it. فقط شما بخوای که یه کاری انجام بدی، همون جوری که اون ابلهی که میخواد زنگ بزنه توهین کنه برای که من حرف حق میزنم و تا امروز نتونسته یه چیزی رو بگی من ناحق گفتم، اون وقت میذاره میاد این کار رو انجام میده. خب شما هم وقت بذار، اگر برنامه ما رو دوست داری، اگر ما رو دوست داری بالاخره یه کاری انجام بده. میگه موضوعی که الان صحبت کردید، بله. آها ببین، من الان دارم راجع به حمایت صحبت میکنم، پس شما تنبل بازی در نیار، تلگرافی ننویس. تازه این بعد از اینه که من به شما تذکر دادم که آقا اون چیزی که من نوشتی من نفهمیدم. ببین شما اگه یه کسی همین کار رو بکنی میگه آقا مرده که اولاغه، من بهش میگم آقا راجع به چی؟ به جایی که بنویسه راجع به چی، میگه راجع به این موضوعی که شما الان صحبت کنی. آقا من الان نوشته های شما با شما که تو کار رادیو تلویزیون بودی،
نوشته های شما با تأخیر میاد اینجا، بعدم من با تأخیر تر میبینم، یعنی بیشتر تأخیر میدم تا ببینم. بنویس آقا راجع به این که میگی مؤیدی فرهنگ سازی میکنه، ولی شما نمیتونی اگه آقای مؤیدی رو نمیشناسی تو ایران، اتاقاشو نرفتی، بیای الان راجع بهش بگی wasting time. شاید آقای مؤیدی این کاری رو که میکنه عمر خودشو تلف میکنه، ولی واقعا جنریشن بعدی یه فرهنگی ساخته میشه. خودت هم خیلی اشکال داری دیگه، چیزی ننویس، صبر کن تا بعدا. مرسی. خب بله، اینجا نوشته بودم دوستی که برای من معما شده، این ماجرای اون بود که پیام گذاشته بود، ولی پیام امروز صبح که گذاشتی و فوش دادی، من دیگه شما رو آدم احمق خطاب کردم. و احمق‌تر این که خودت گفتی برنامه‌های بهبهانی رو می‌بینی و ناراحت شده بودی که من چرا به بهبهانی میگم احمق و میگم معتاد. آقا سعید خان، سعید شبا معمولا اونجا نبود، ممکنه بعدن که من دیگه نبودم بیشتر بود، کار و زندگی داشت، روزا گاهی وقتی میمد برنامه اجرا میکرد میرفت، و تا موقعی هم که من بودم تا سعید برنامه آنچنانی به اصطلاح هفتگی اینا نداشت. ولی شما نظرت چیه؟ شناخت دراج نه به بهبهانی، به دیگران چیه؟ اون عطابکی هم میمد اونجا، همین آقای کشاورزنیا میمد، همسرش اون موقع خانم هما نیا میمد، آقای علی سرشار میمد، برادرش بهروز سرشار میمد، خانم چمنارا میمد، سودابه چمنارا که همسر علی بود. نظرت راجع به این گوینده و اینها چیه؟ چون وقتی که یه پیامی میاد یه جایی، من یه چیزی می‌نویسم، میبینم شما هم با من تو اون قسمت ها هم نظر هستی. ممنون و متشکرم. مهر پیشانی میوه خراب لکه‌دار. شما راجع به این حتما اگه برنامه های آقای لادن رو که در تلویزیون مردم لطف میکنن هستن دیده باشین، تو یکی از برنامه ها راجع به این مهر پیشونی و اینها صحبت شد و آقای لادن گفت همون جوری که میوه ها میگندن و شما وقتی میوه رو نگاه میکنی، حالا یا از پوستش اول خراب میشه لک میاره، یا انقدر دیگه خراب میشه که خودش هم له میشه، اینایی هم که مهر به پیشونیشون دارن نشون میده که اینها لک برداشتن. و من یه سری عکس گذاشته بودم، حالا بهتون نشون میدم. واقعا من نمیدونم این عکس ها هر روزم داره زیادتر میشه، چه کار کنم که ببینم این عکس میتونم بیارم. یه هنرپیشه بود آقای معمولی در برنامه های در سریال پایتخت، و هنرپیشه خیلی خوبیه، نقشاشو خوب بازی میکنه. البته دیدم دیگه اون آخری ها تو هر فیلمی بازی میکردن و اینها، بعد خیلی معمولی شده بود، از دیگه معمولی شده بود معمولی. اینه پلیر دو، من بهتون نشون بدم. شاهین جان این برنامه‌ای که من دارم، بهت گفتم که این وید بلاستر هست، میتونی مجانی از رو سایتشون ورداری کار کنی استفاده کنی، ولی اگه خواستی بخری یا رنت کنی، من اون موقع که اینها چیز بود، من نمایندگی فروشش تو ویرجینیا دارم، من میتونم به قیمت 1/5 و 1/3 بهت بدم، چون چند تاشو خود دیوید از هلند هست فکر کنم به من داده بود و اینو به دوستان و اینها هم دادم. خب بریم سراغ این آقای معمولی که نماینده شده، نوشته همای سعادت بر روی شما خواهد نشست، و بذارید من اینو خاموش کنم که بتونیم چند دقیقه یا چند ثانیه دربارش صحبت کنیم. پلیر دو، دوباره این رو ده وایساد. بله پلیر دو، 100 تا گجت یا 100 تا ماجول میتونیم تو این برنامه وید بلاستر واز کنیم. بله خب بذارید من اینم بیارم اینجا. بله و اگر خب کاوسی همینجوری داشته می نوشته و اینها، 6 دقیقه پیش، 4 دقیقه پیش، 5 دقیقه پیش، 3 دقیقه پیش، اینم خب اشکاله. شما خودت میدونی کسی که نشسته اینجا، بهتر شما یه چیزایی بنویسی، بعد 1 دقیقه بگی یه زنگ من بزن، من زنگ بزنم، شما قشنگ از رو نوشتت بخونی. سوربی درباره اون دوستت که این کارو کرده، من با تو مخالفم، اون حق داشته که وقتی یه چیزایی رو خریده که لازم نداشته، بعد یه چیزی دیگر رو از شما بخره ولی پولشو نده، بگی من اونا رو لازم نداشتم، که منم براش نوشتم خب اگه لازم نداری اینا رو بفرست بیاد تو ما اینجا بدیم به دیگران و یه پولی بگیریم.
اینو بخونیم ببینیم چی نوشته. همای سعادت بر روی شما خواهد نشست. دکتر حاج نقی معمولی، دولت فهیم، علی آبادی آباد با دکتر معمولی. این داستان داره، این آقا رفته بود شده بود راننده نماینده مجلس، بعد حج رفت، حج به نیابت پدرش رفت و اینها. ولی سریال پایتخت رو اگه ندیدید نگاه کنید، اونم عوض شد. اون اولش این بود که یک نفر از شهرستان با خانوادهش اومد، ولی بعد دیگه اصلا اون داستانه ول شده، عوض شده اینها. این یکی از اشکالات سریال های طولانیه. سریال وقتی طولانی میشه نویسنده هاش هم مجبورن هی داستان درست کنن. اصلا تو چند تا فیلم هست خانم میگه بیا مثلا شام بخوریم، میگه نه من باید تا فردا این داستان رو بنویسم بدم، فلان سریال لازمش داره. میدونید اینجوری از من اونایی رو دوست دارم که مثلا طرف 13 تا یه فصل 13 هفته یه سریال درست کرده، یا 26 هفته 6 ماه یه سریال درست کرده، از اول میدونه چیه چی تموم میشه. اینا پایتخت و مایتخت و اینا نه، اینا اینقدر رفتن ترکیه رفتن این برم، آخرش خود به کووید گفت بریم، بعدم اون دو دختره رفتن ترکیه استخ بیچارا عکسشون رو گرفتن گفتن اینا نمیدونم لخت شدن فلان اینا. خلاصه این داستانا مثل جنرال هاسپیتاله، یعنی شما میدونی که نمیتونی ازش چیزی انتظار داشته باشی جز این که به قول سعید وقتت رو تلف کنی. سعید من یه سوالی از تو دارم، شما که اینقدر برای وقتت ارزش قائلی، چگونه با تلویزیونای ایرانی درگیر شدی؟ یادم سالها پیش سعید میگفت که خانمش آمریکاییه ولی خانمش برنامه منو نگاه میکنه و نمیدونم، حالا خانمت فارسی میگه، من هیچ وقت خانمت ملاقات نکردم متاسفانه تا بعد که ایشون فوت شد و اینها، ولی در هر صورت سعید تعریف ما رو اینجوری میکرد که حالا احتمالاً این بوده، با وجودی که این متوجه نمیشه شما چی میگی بازم خوشش میاد از برنامهات، من میخواستم بهش بگم اتفاقا چون نمیفهمه من چی میگم خوشش میاد، اگه میفهمید که مثل اینای دیگه دشمنمون میشد. مرسی، ممنونم همین که با ما هستی، با این به اصطلاح نقنقایی هم که میکنیم باز وایستادی، ممنون و متشکرم. ولی خوشم میاد داستان زمنان دوستان بهتون بگم، این سعید کاووسی کسی که بابت هنرش و موزیسین بودنش و حالا تنبکی بودنش هرچی، نه بابا فلوت میزنه، موزیکای دیگر دیدم میزنه و اینا، پول نمیگیره، یعنی هنر رو برای پول نرفته دنبالش، برای خودش، برای دلش، برای مردم میره و از هایده بگیر تا الهه و تا کسای دیگه، نمیدونم دیگه از این دوتا معروفتر داریم، با همه اینها به اصطلاح کار کرد. خب دوستان یه سر بزنید به مردمتیوی.com، یه نفرم اصلا اگه لینکشو بذاره اینجا دوستان برن یه نگاه کنن و ما به قولن مثل یه کمپین دیدید میگن طوفان توییتری را بندازیم، بذارید من اینو اینجا براتون بنویسم. مردمتیوی.com رو لطف کنید هم برید خودتون یه نگاهی بندازید هم به دوستانتون بفرستید. اومدم چند تا کار انجام دادم. وقتی شما میان صفحه مردم تیوی، اون بالا گذاشتم صفحه اول روزنامه های ایران. دوستان من اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی هستم، اولین تلویزیون ایرانی که در رو باز گذاشتم گفتم دیگران بیان اینجا برنامه هاشون رو بذارن. خسیس، چشم تنگ، تنگ نظر نبودم. این آقا شاهین منو خجالت داده، اینقدر تعریف کرده تو برنامهش و آقا این عجیب نیست، من نرمال عمل کردم. تلویزیون آمریکا شب این کاناله مجری اون کانال رو میاره باهاش صحبت میکنه، بعد ساعتشون ساعت برنامهشون the same، 11 شب اینه 11 شب همونه. ولی ایرانی ها به خاطر تنگ نظر بودن به جای نرسیدیم. من اولین تلویزیون ایرانی بودم که اون موقع که کوین بود، حالا رفت با شهرام همایون و با بهبانی کار کرد شد کاوه، یکی بهش میگه آخه مادر فلان تو چجوری اینجا کوین بودی، بعد اونو باید مواظب باشین که وقتی میرین نمیدونین کدوم سایتی میرین. بزنید مردمریپورت.net ببینید کی صاحبشه، چرا صاحبه نمیاد اینجا بشینه، برای که حق داره از یه احمقی مثل اون کسی که پیام میذاره فوش میده، خب میگه مگه من بیکارم، ولی
طرف دیگه اینه که اینا هستن بدبختا که برای آخوندها کار میکنن، نه منی که از 22 سال پیش اومدم و اگه یه بار دیگه قرار باشه بیام نمیام، نه میام نه اگه خواستم بیام اینجوری میام جلو، اسممو میذارم یه چیز دیگه. این آقای صدری، مهران صدری، غلام حسین سامتینگ مشهدی بود، اسمش گذاشته بود مهران صدری. شما هر جا بزنی مهران صدری پیداش نمیکنی، چون اون میدونست ایرانی ها رو بهتر شناخته بود. من بگم متاسفانه ایرانی ها رو نمیشناختم. برگردید در صد ما اولین مرسی، مرسی شاهین هم گذاشت، خیلی ممنون. آره اینو اگر لطف کنید یه نگاهی کنید، صفحه اول روزنامه های ایران رو گذاشتیم از پیشخوان، بعد شبکه های تلویزیون ایران رو گذاشتیم که دیگه این نمیخواد از این کانال به اون کانال بری، میای اینجا برنامه خودم رو بذارید. اصلا بهتون نشون بدم، یه توضیح اینجوری هم بدم، یه پلاگ یا تبلیغی برای کارهای خودمون باشه. اجازه بدین من اینو اینجوری نشون بدم ببینم درست میشه. سلکت ایریا، وقتی شما میایین توی مردم تیوی دات کام اینو میبینین، کامرای 3، بله بعد کامرای 3 بذارید. این تایمر 10 ثانیه‌ای شاهین جان، این همون چیزی که به اصطلاح لیرا رو میچرخونه از این اطلاعاتی که نوشتیم و اینها. من 8 تا 9 تاش استفاده کردم، بعد کروماکی داره که میتونی به اصطلاح اون صفحه سبز و اینا رو استفاده کنید. در هر صورت دوستان نگاه کنید، وقتی شما میایین مردم تیوی، این بالا شماره تلفنمون هست، اینجا ایمیل آدرسمون هست، صفحه اول روزنامه‌های ایران هست، کلیک که میکنید شما رو میبره اینجا، میتونید از آرمان ملی نگاه کنید تا هرچی. بعدم دیگه سایت، اون سایت ها مال خود اونا هست. ولی میام، ببخشید برگردم کجا بودم چه میکردم، بله با مردم تیوی رو برگردم نگاه کنم، گیج شدم کجا هستم، اینجاست مردم تیوی دات کام. اوکی، صفحه اول روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی ایران. بعد یه آقای دکتر 57 ساله احتیاج به کمک داشت، بنده بدون هیچ پولی، بدون هیچ دستمزدی، دو تا آگهیشو گذاشتم اینور اونور، هر کدومشو کلیک کنین، و خودشم جدیدن یه ویدیویی درست کرده که اونم اگه بشه میذارم، اگه یوتیوب و اینا یقمون نگیره. میگه که باباش دکتر بوده، خودشم خواسته خدمت کنه به مردم، دکتر شده، الان متاسفانه چند ساله که این بیماری سرطان به اصطلاح آمده و ایشون رو اسیر خود کرده و احتیاج داره به کسی که استم سل یا اون سلول‌های بنیادی رو از طریق خون، نه از طریق جراحی و اینها بده. امیدوارم شما بتونید کمک کنید. والا بلا من اولین روزی که اینو گرفتم رفتم تو سایتشون، دیدم برای من نوشت چون شما 65 سالته کاندید خوبی نیستی یا کاندیدای خوبی نیستی، نامزد خوبی نیستی برای این. دوستان از همه این چیزی که من به شما نشون دادم توی این مردم تیوی، مهمتر الان اینه که بذارید اینجا بهتون نشون بدم که شما وقتی میری اونجا این کلمه دونیت سمت چپ یا کلمه همیاری به فارسی سمت راست رو کلیک کنی. وقتی کلیک میکنی میخوای پول بفرسی یا پول دریافت کنی، ما میگیم مثلا سند، میخوایم بفرسی، میگه چند میخوای بفرسی، ایمیل و آدرس و فلان اینا رو میگیره میره. قبلا ببخشید، قبلا پیپل چیز نمیخواست، میتونستی شما اگه کارت و اینام یعنی عضو نبودی پرداخت کنی، الان یکم مشکل میگیره. پس بعد همه این روزها که خوندم، حتما لطف کنید مردم تیوی دات کام رو نگاه کنید. دوستان مردم تیوی دات کام رو میتونید رو تلفناتون هم داشته باشید که اگر دارید یه جای رانندگی میکنید اینها، ببینید همه پول میدن اپ درست میکنن، ما همون لینک رو شما میتونی بذاری قشنگ میاد اینجا، میشه مردم تیوی دات کام. این ماجرای اپ هم مغازه‌ای بود که باز کردن، بعد میای اینجا بفرما این آقای هندسام پیرمرد اینجاست، حتی مینویسه هم که چند نفر دارن تماشا میکنن. بله ما همیشه گفتیم، این رو هم از سعید یاد گرفتم که صحبت لری کینگ بود که من 7 تا بیننده دارم، حالا شما آقا
با بهبهانی که هزاران بیننده داره حمایتش میکنن. خب بدبختا، اتفاقا یه شعری بگو برات بخونه، بگو شعر درخت رو برات بخونه، که من احمق، این خانم لیلا انصاری هی من زنگ میزنم میگو به بهبهانی بگو که به شعر بخونه، من خط میخوند براش میخوندی، بگو شعر درخت رو برات بخونه تا بفهمی که تو به تنهایی میخوای چیکار کنی، شما با این آقای بهبهانی لنگ میخوای چیکار کنی که فقط ور میداری به این اون فوش میدی. یعنی تویی که بیننده تلویزیون هستی یادت نداده که آقا تو اینو دوست داری لذت ببر، اون یکی اونو دوست داره لذت ببره. فیلم ساینفیلد رو نگاه کنید، طرف رفت با یکی آشنا شد، گفت آقا این اصلا خانمه آماه عالی این خود منه، یه ما نشد گفت من نمیتونم با خودم زندگی کنم. شما نمیتونی همه مثل تو باشن، دیوونه میشی، باید متفاوت باشن، باید مختلف باشن. اگه بری توی مهمونی همه یه حرفی رو بزنن، شما شب که برمیگردی خونه به خانمت میگی عجب مهمونی مزخرفی بود، هیچ بحثی هیچ گفتگویی نشد. ذات بشر اینه که سوشالایز کنه، با این و اون حرف بزنه. این میبینیم من و سعید دوستیم، سعید کابوسی، برای که مخالف هم هستیم، یه جایی با هم اختلاف عقیده داریم، اینه که دوست هستیم. اگه با هم هم نظر بودیم میگه آقای پوفیوز هم که چیزی نداره که به من بگه، ول میکرد میرفت دنبال کاش. و برگردیم به این، پس روی تلفناتون چه اندروید باشه چه اپل باشه میتونید فیس آیدی اینو زدیم، بله اینجاست، بعد میزنید. حالا دیگه اینا صداشو بحثی هیچ گفتگوی نشد، ذات بشر اینه که سوشالایز کنه. تأخیر رو میبینی آقای کاووسی؟ تأخیر روزی که من شروع کردم تو تلویزیون رنگارنگ 32-33 ثانیه بود. حالا وقتی میگی 32 ثانیه شما میگی چیزی نیست که، ولی وقتی نشستی جلو دوربین، خسرو باید از اون ور بدوه به داریوش اونجا بگه رفت، اون بزنه، اون کلان کنه، 32 ثانیه یک قرنه. اون بود میگفت هر چیچ بس 200 سال گذشت، یه شعر عاشقی میخوند. نگاه کن اون احمقی که در رابطه با تعامل و تأمل و اینها، ببین من به غیر از این که نوشتم مشکل با بیننده، بعد نوشتم این تأمل و تعامل و ممنون از بیننده ای که پیام گذاشته، قبلا هم تماس گرفته. آقا پوفیوز بی پدر و مادر، چه مرگی داری که مثل آدم نمیتونی حرف بزنی، زنگ بزنی بگی که سربی این چیزی رو که گفتی غلطه. شما میدونی این سعید کاووسی، یک سعید اون فلوتر داری یادمان بده، این سعید کاووسی یه فلوت از من برنده شد، فلوتای استیل خوب، برای که زنگ زد تو برنامه گفت آقا شما راجع به کوبا داری اشتباه میگی، شما داری کوبا رو مسخره میکنی که مگه میشه همه سواد داشته باشن، اونم تو کوبا؟ بله تو کوبا همه با سوادن. مگه میشه کوبا دکتراش اینجوری باشن؟ بله کوبا بیشترین دکترا رو به نسبت جمعیتش داره. و ما شرط بندی کردیم، بنده فلوت رو به ایشون باختم. دیدم بعض وقتا میره تو مال شبا که بستن میچرخه و بله. میگه که بهبهانی فقط یه برنامهش بیننده داره، اونم مصداقی، بقیه برنامه‌هاش خبری نیست. حالا همین مصداقی رو شما بیار، این مصداقی کیه؟ مصداقی سخنگوی مجاهدین بوده، یعنی کسیه که شما کوکش میکنی حرف میزنه، این فقط حرف میزنه. به قول دوستون حالا آقای فرهاد زمانیان، حالا نیستش لابد، امروز روز انتخابات بود و اینا تو ایران شور شوقی هست و لابد مهمونی هایی میذارن و جمعه هست و اینا، میگه 5 ساعت میشینه جلو تلویزیون دستشویی نمیره. والا من همون چند دقیقه اول که دیر اومدم برای رفت بودم دستشویی، تعارف که ندارم که، گفتم من الان بشینم اینجا بعدا نمیخوام خودم معذب نگه دارم، آب خورده بودم و چای خورده بودم رفتم دستشویی. این میگه 5 ساعت میشینه دستشویی نمیره. خب این به قول شیرازی ها یه باکیشه، یه مرضی داره. بعدم مصداقی یا پول میده به بهبهانی یا اونایی که اون زیر هستن به خاطر مصداقی پول میدن. خب اینم میشه همون دیگه، اون تلویزیونم داره حمایت میگیره. چیزی که هست بهبهانی چون آدم کارکنی نیست هر روز این کار انجام میده، ما یه روز در هفته میاد. شما هم اگر شما که تا حالا حمایت نکردی،
اگرم حمایت نکنی بنده هیچ ککم هم نمیگذه، ولی اونو اگه حمایت نکنین کله پا میشه. برو خجالت بکش، قشنگ زنگ بزن بگو سوربی من اسمم اینه، شماره تلفنم اینه، تماس بزن، تماس بگیر، میخوام بیام توی برنامه 10 تا اشکال ازت بگیرم، بعدم ما میاریم اشکال بگیر. تأمل، تعامل. ممنون از بیننده که پیام گذاشته، قبلا هم تماس گرفته. شاهین 2000، شاهین تو هم نوشتم اینجا، شاهین 2000 نوشتم یک واریته کامل، یک واریته کامل، یک کمی بیحال. طنز، کتاب گویا، نگاهی به کارهای دیگران. ببین خود من گفتم آقا کار منم بذار، خدا بیامرزه این آقای پرویز مینویی اصلا این تو مجله ها می نوشت. بعد یه دفعه مجله تهران، آقای کی بود الان اسمش یادم رفته، این برای من میفرستاد چون تو تلویزیون رنگارنگ بودم، بعدم میمدم استفاده میکردم، ازش تشکر میکردم اینا. یه دفعه من دیدم یه مقاله ای نوشته ادای منو درآورده که سلام من صبحی هستم، این نوشته سلام من صبحی هستم، بعد من میگفتم پارسا صبحی هستم، اون میگفت نوشته پرویز صبحی هستم. بعد دیدم چی کرده و اینها، من بهش زنگ زدم، این بدبخت هولد شده بود، فکر میکرد حالا من میخوام بهش فوش بدم بپرم. ازش تشکر کردم، گفتم آقا خیلی قشنگ نوشتی، این انتقاد و طنز شما هم منو خندون، هم خیلی چیزها رو که اشتباه میکردم یاد گرفتم و سعی میکنم انجام ندم. خندید گفت حالا اگه انجام ندی من دیگه از کی انتقاد کنم؟ گفتم انقدر هستن، و اگه حالا بیچاره تازگی هم مرده بود، یعنی خیلی وقت نیست، الان اگه بود که میدید هر کانالی میزنی، هر کانالی چیه، هر یوتیوبی که میری 100 نفر آدم بیکار نشستن، طرف از واکسن زدنش، از مگنت شدنش، از تو رخت خواب با دوست دختر رفتنش، از چجوری دوست پیدا کردنش، از چجوری زبان صحبت کردنش تا الی آخر. میونش برنامه خوبی هم هست، یه آقایی هست البته اونم یه میکروفون انقدی گنده گرفته، جلوش هم یه چیز مثل بستنی بزرگ. آقا این فیلترای اسپانجی یا اسفنجی یا ابری، این برای بیرونه که وقتی شما باد میاد صدای باد تو اینا بمونه، صدای شما که قوی تره بری، ولی شما وقتی تو استودیو هستی لازم نیست که اینا داشته باشی. اینا اونم یه برنامه خیلی خوبی داره راجع به تاریخ، نمیدونم چیه، دیپ something deep something، نمیدونم چرا یه نفر که اینقدر همش تو تاریخ ایرانه اسمش اومده انگلیسی گذاشته. خب شاهین هم اسمش گذاشته میکسه، ولی مینوسه شاهین 2000. و خب یه چیزایی داریم دیگه، هممون اولی که میایم بر اساس یک ایدهایی، یه امید و آرزوهایی اومدیم، بعضی ها این امید و آرزو برآورده میشه، بعض وقتا برآورده نمیشه. طنز و کتاب گویا و اینها، راجع به کتاب گویا من یکی خودم مشتری پروپاگورس شم، اولین کتاب گویایی که خریدم و گوش دادم 8 تا سی دی، اینقدر فکر کنم 70-80 دلار دادم، کتاب گویای آقای بیل کلینتون بود که خودش هم میخوند. کتابای گویایی که خود نویسنده خونده باشه به نظر من ارزش بالاتری داره، چون باهاش احساس خودش رو به شما منتقل میکنه، ولی کتابایی رو که دیگران میخونن احساس این طرف با نوشته اون طرف، یا احساس این طرف با برداشت اون هست. عکسا بازمون، اینجا باز نوشتم صفحه تلویزیون مردم رو نشون بده، تیترهای دروغین و تایتل فیک. یه چیزی باز شاهین توی ویدیویی که بعدم براتون میذارم، این ویدیو هر روز پخش میشه تا ویدیوی بعدیش که بیاد، شما اگه سه روزی هم یه ویدیو بسازی من سه روز یه بار ویدیو جدیدتون میذارم، همیشه آخرین ویدیوی شما در لیست پلی لیست ما خواهد بود. شاهین هم این نکته رو متوجه شد که خبرهای دروغی که مینویسن، و همون خرمدین رو این تو این گفت دیگه، یه آقای جوونی اومده حالا نمیدونم یا اشتباه میخونه خرمدین رو میگه خرمدین و اینم مسخرش کرده، یا اینکه عمدن اینو گفته. این تیترای دروغ چقدر رایج شده و اینا نمیفهمن احمقا. شما وقتی 5 بار 10 بار دروغ بنویسی، مثلا من دیگه کیوسکو گوش نگاه نمیکنم، کیوسک چیزایی که بنویسه خامنه ای مرد، خب شما یه بار میای میزنی بعد میبینی اصلا همه رو گفت، هیچ نمیدونم فلانی فلان شد، فایده نداره، ولی متاسفانه کار میکنه. اتفاقا
من ممکنه از شما بخوام، چون من با فتوشاپ و این تابلوهای رنگی کار نمیکنم، یه چیز برای من درست کنی 16:9، بنویسی مجری تلویزیونی شیرازی در حین برنامه چند تا نقطه که دروغ هم نگفته باشیم، نه مردیم نه قش کردیم و فلان اینها، ضمناً یه ویدیو هست برید نگاه کنید، مجری تلویزیون آمریکایی در حین برنامه زنده خودش رو شوت میکنه. این هست، چه کار باید باش کرد آقای شاهین خان؟ نمیدونم، خودمون رو کنترل کنیم، در دام تایتل های دروغین نیفتیم. و اما ویدیوی آقای شاهین نوری رو، دکتر شاهین نوری رو اگه بتونم براتون میذارم، بله ببینم میتونم پیداش کنم. از ایشون خواسته بودم که ویدیو، مثلا ایشون گوش کرد حرفی که من زدم، گفتم آقا شما میگی من ایرانی ها و اینها بیشتر با هم همخونن، خب به فارسی فلایر یا پوستر درست کن. این کار کرد، گفتم به فارسی یه ویدیو بگو صحبت کن، شما وقتی صحبت میکنی سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، و امروز این کارو انجام داده بود. من واقعا وقتی ویدیوشو دیدم اشکم در اومد که یه آدم 57 ساله که کمک کرده، رشتهش این بوده، متخصصه، حالا همون ماجرا بیاد اینجوری. امیدوارم که به اصطلاح بتونه در مبارزه با سرطان پیروز بشه. دوستان عزیز، ساعت 3:27 است. این ویدیوی آقای، یکی لینکشو پیدا کنه، مگه فوت کرد؟ کی مگه فوت کرد؟ اگه پرویز مینویی رو میگی، بله آقای مینویی فوت کرد، و جالب اینه که درست یه هفته، شاید هم کمتر از یه هفته بعد از فوت همسرش فوت کرد. یه عکسی هست دوستان من بهتون نشون بدم، اینه، میگه که میگن تبلیغات انتخاباتی تو ایران موقع انتخابات که میشه آخوندها بلدن چجوری از مردم سوء استفاده کنن. این خانومه نوشته که رأی ما ژیلا عبدی نامزد ششمین دوره انتخاباتی شورای شهر بوکان. خب اینا کرد هستن، لباسای کردی اینجوریه، لباسای عشایری اینجوریه، لباسای لورا اینجوریه. خانم ها لباس که می پوشیدن اصلا مثل لباس کار، میتونن کار کنن و فلان اینها، ولی این لباسه که دیگه سینش اینجوری و اینها. طرف نوشته آدم نمیدونه بهش رأی بده بره خواستگاریش، آدم نمیدونه چه خاکی تو سرش کنه. حالا من میدونم چه خاکی تو سرتون کنید، بیاین بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و بشینیم پای صحبتای ایشون. اگر امروز از صحبتای من چیزی یاد نگرفتید، اقلا از صحبتها، بله مثل علی جوانمردی همش دروغ میگه. مرسی که گفتی، من برنامه های علی جوانمردی رو دیگه نگاه نمی کنم، از بس که دروغ تیتر میزد دروغ میگه. خب آقا یه بار جستی ملخی، دو بار جستی ملخی، بار سوم میفتی و در چی میگه؟ خب بذارید من این نوشته رو هم پیدا کنم اینجا، سوال ها رو، به به، آقای امیر حسین لادن با ما هستن، بسیار عالی. یکم بنده حسودی میشه به شیک پوشی و هندسامی ایشون، که خب اونم کاری نداره، تقلید میکنین هر چی ایشون پوشه، هفته دیگه ما میپوشیم، ما میشیم. خب بذارید من ببینم که این مقاله امروز ایشون که درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست. و بذارید من مشخصات یا راه‌های تماس با اندیشکدرم اینجا برای شما بذارم، و یکی دو بار، یکی همین اول برنامه به شما نشون میدم مثل الان، تا تصویر و صدای آقای لادن رو بیارم با ما هماهنگ بشن یا به قول خودشون همگام بشن، بعد یکی هم آخر برنامه یا اواسط برنامه که شما بتونید اگر میخواین تماس بگیرید با ایشون تماس بگیرید. من همیشه تشکر کردم و باز امروز هم تشکر میکنم از اینکه ایشون با این وقت کم، چون دیدم جایی که هستن و فعالیت میکنن، میان با من و شما به اصطلاح وقت میذارن تا ما هم چیزی یاد بگیریم.
آقای لادن سلام به شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که با ما هستید. درود بر جناب سر و بینندگان تلویزیون مردم و بر همیهنان منم خوشحالم که در کنار شما هستم. ممنونم. عنوان مقاله امروز شما درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست، توجه آدم رو جلب میکنه. نوشتید که این موضوع مربوط به جان لوئیس میباشد. جان لوئیس فعال سیاسی آمریکایی که چند مدت پیش متاسفانه فوت شد و رفتن ترامپ رو ندید. حالا پرسش ما این هست که شما لطف کنید یه مقداری کمی در مورد این عنوان و جان لوئیس برای من و بینندگان صحبت کنید. حتما. پیش از پاسخ پرسشتون میخوام بگم که در حدود بیش از 10 ساله در مورد پدیده رای گیری در رژیم فقاهتی نوشتم و صحبت کردم. این نوشته آخرین تیریه که از کمان رای گیری میخوام رها کنم و امیدوارم دیگه بهش نیاز نداشته باشید. اما پاسخ به پرسشتون، جان لوئیس نماد مبارزه برای برابری و عدالت در آمریکا، همینطور که اشاره کردین یک سال و نیم پیش درگذشت و درست پیش از درگذشتش باور و روش زندگیشو اینجوری بیان کرد. گفتش که این در گیوم است: وقتی چیزی را میبینید که درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست، باید اعتراض کنید، باید نظرتون رو بیان کنید، باید حرکتی یا کاری بکنید. ببینید پیام جان لوئیس که روش زندگیش بود الگویی برای زندگی یک شهروند مسئول. منظورم شهروند مسئول کیه و چیه؟ انسانی که درک و شعورش رو تسلیم نمی کنه، آگاهانه تصمیم میگیره، هوشمندانه انتخاب میکنه و شجاعانه گام برمی‌داره. یه نگاهی بکنیم ببینیم که جان لوئیس کی بود، چه کار کرد. تو آلاباما به دنیا آمد. در کودکی شاهد بی‌عدالتی و تبعیض در مورد پدر مادرش بود و از این موضوع رنج می‌برد. در 14 سالگی زمانی که یک مسئله خیلی مهمی در دادگاه دیوان عالی آمریکا به نفع براون در مقابل وزارت امور وزارت آموزش رأی گرفته شد، بهش رأی مثبت دادن، جان لوئیس پکر شده بود که این موضوع تغییری در اوضاع مدرسه او نداشت. جان لوئیس تحت تأثیر سخنان و تراشای مارتین لوتر کینگ قرار گرفت و در ضمن از اعتصاب اتوبوس‌های مونتگومری هم الهام گرفت و مصمم شد که در ایجاد دگرگونی میخواد سهمی داشته باشه. در سال 1957 در 17 سالگی وارد کالج بپتیست تو شهر نشویل ایالت تنسی شد و روش مبارزه خشونت پرهیز رو یاد گرفت. در 1961 در 21 سالگی سازماندهی اعتصابات نشسته ضد تبعید زنجادی در رستوران ها رو ترک کرد، شرکت داشت و بازداشت شد. مادرش خیلی از این موضوع نگران بود و ناراحت بود و به جان لوئیس میگفت ساکت باشه و کنار بشینه. میگفت این مبارزه باید ادامه پیدا کنه. در سال 1963 رهبر سازمان ایجاد کمیته هماهنگی دانشجویان خشونت پرهیز شد. این کمیته یکی از سازمان‌هایی بود که اون راهپیمایی معروف واشنگتن رو سازماندهی کرد و شکل داد. اون بریم راجع به اون راهپیمایی صحبت می‌کنیم که مارتین لوتر کینگ سخنرانی معروفش رو کرد، I have a dream، و لوئیس جوان‌ترین سخنران اون راهپیمایی. در اعتصابات ضد تبعیض و برابری مرتب مورد ضرب و شتم و خشونت قرار می گرفت
و تا اون زمان 24 بار بازداشت شده بود. ولی مبارزه زرب و شب خطونج و بازداشت ادامه داشت. در 1966 زمانی که رابرت کندی ترور شد، لوئیس مشغول سازمان دادن بود به اعتراضات و اعتصابات. دو سال بعد در سال 1968 زمانی که مارتین لوتر کینگ ترور شد، لوئیس مشغول نامنویسی سیاه‌پوستان و اقلیت‌ها بود برای شرکت در انتخابات. در سال 1986 از ایالت جورجیا به نمایندگی کنگره آمریکا انتخاب شد. تو کنگره محترمترین نماینده مجلس بود، یعنی همه براش ارزش و احترام قائل بودن. اون سه تا موضوع خیلی مهم در دوران نمایندگیش و این مرتب این لایحه ها رو میداد و روش کار میکرد: بهداشت و درمان عمومی، مبارزه با فقر و برابری حقوق انسان ها. این سه تا مسائل بسیار مورد علاقه لوئیس بوده. پس از اون کشتاری که در اورلندو 2016 شد و 49 نفر کشته شدن و بیشتر از 50 نفر زخمی شدن، لوئیس برای تحریک نمایندگان کنگره که در مقابل این نوع اعمال، این خشونت ها کاری بکنن، اینا رو به حرکت بیاره، یک سیتین به وجود آورد، اعتراض نشسته در کنگره، و 40 نماینده کنگره در اون شرکت کرد. لوئیس خطاب به اونها گفت: زمانی فرا میرسد که دیگر نباید ساکت نشست، باید اعتراض کرد، باید سر و صدا کرد، باید تکانی خورد. میبینیم که این کاملا همونی که الان در مورد ما ایرانی ها و رژیم فقاهتی صدق میکنه. لوئیس طی دوران زندگی پرتلاشش 48 بار بازداشت شد و در دسامبر 2019 در 80 سالگی درگذشت و با بالاترین احتراماتی که یک ملت میتونه نصیب یک شهروند بکنه به خاک سپرده شد. سپاسگزارم. ممنونم از شما. آقای لادن، شما یه وجه مشترکم با ایشون دارید و داشته با شما، میدونید اون چیه؟ منم دست از طلایی بر نمیدارم. اون علاقه شما به ورزش بوکس و ایشون هم بوکسور بود و خیلی ها باور دارن در این سن، چون قبلش هم چند سال به اصطلاح بیمار بود و درست راه نمیرفت و اینها، باور دارن به خاطر همون اعتراضات و تظاهرات، و دوستان اگر برن دنبالش لینک کنن ببینن چه بلاهایی به سر این آورده بودن. و یکی از به اصطلاح دلایلی که به نسبت آمریکایی‌ها زود فوت شد این بوده. ولی اون چیزی که شما گفتید خیلی قابل توجهه که مورد احترام همه بود، اونم در واشنگتنی که اینها چشم دیدن همدیگر رو ندارن. من خیلی ممنونم که شما از یک انسانی به این بزرگی توی مقالتون صحبت کردید و یاد کردید. شما در رابطه با پدیده درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست، چند تا ماجرا رو بازگو میکنید که برای من خیلی جالب بود: پیشاهنگی و اخراج از اردو، میرزاده عشقی و وصوب و دوله، و فاجعهی به نام آخوند. اگر لطف کنید در رابطه با این سه ماجرا یه مقداری به اصطلاح توضیح بدید ممنون میشم، که فکر میکنم برای بینندگانی هم که این مقاله رو نخوندن هنوز یا حتی اگه خونده باشن جالب باشه. خیلی ممنون. حتما. 12 سالم بود، کلاس هفتم دبیرستان بودم. به نمایندگی از طرف رصد پیشنگی دبیرستان در اردوی ویژه‌ای که برای راهنمای رصد در منزلیه تشکیل شده بود شرکت کردم. روز دوم اردو دو تن از مربیان زیر درختی گوشه نشسته بودن، داشتن صحبت میکردن. من به فاصله 7-8 متری داشتم از اونجا رد میشدم. یکی از این دو نفر
با لحنی غیر دوستانه و پرخاشگرانه گفت چرا سلام ندادی؟ گفتم شما سرگرم دیگر بودید و من نمیخواستم مزاحمت ایجاد کنم. در ضمن ما پیشاهنگ هستیم نه سرباز. سلام دادن در پیشاهنگی داوطلبانه و برای ادای احترام است. این آقا خواست از من بازخواست بکنه ولی چون رفتارش نادرست بود زیر بار نرفتم و رفتم دنبال کار خودم. اینم میره به دفتر رئیس اردو، آقای صدری نامی بود، و از من شکایت میکنه و رئیس اردو من رو خواست ولی بدون اینکه از من سوالی بکنه من از اردو اخراج کرد. من از دید من که یه دانش آموز 12 ساله بودن، قضاوت رئیس اردو حرکتی نادرست، غیر منصفانه و ناعادلانه بود. یعنی همون چیزی که آقای لوئیس میگه. پس از بازگشت به خونه نامه اعتراض آمیز نوشتم خطاب به سازمان پیشاهنگی کشور و ترسد ماجرا رو بازگو کرد. سالها گذشت. پس از انقلاب 57 و یک ماه پس از بازگشت خمینی به ایران، جز اولین گروهی بودم که اسیر و زندانی خمینی شدند. در زندان قصر مدت ها بود که در انفرادی بودم. نماینده های عفو بین الملل اومده بودن برای بازدید از زندانیان و زندانبانا برای اینکه وانمود کنن که انفرادی ندارن، منو از بند انفرادی بردن به عمومی. با کمال تعجب دیدم که حسین بنایی رئیس پیشاهنگی توی اونجاست. از ایشون پرسیدم که شما رو چرا دستگیر کردن؟ پاسخ داد از نظر اداری رئیس پیشاهنگی به طور اتوماتیک معاون نخست وزیره. این آقایون تصور میکنن که شغل من سیاسی. بهتون نشون میده که چقدر نادان بودن این اشخاص. و روز بعدش دکتر بنایی از من خواست که بشینم چند لحظه تا ایشون یه تصویری با مداد، تصویر منو با مداد بکشن. من زمانی که نشستم که ایشون تصویر رو بکشن، ماجرای 23 سال پیش اردو و نامه بی جواب رو برای ایشون بازگو کردم. خیلی جالب، بلا فاصله عذرخواهی کرد و گفت متاسفم که آقای صدری بدون پرسجو از شما قضاوت کرد و الگوی مناسبی برای شما نبود و از اینکه کسی به نوشتتون پاسخ نداد پوزش نکن. پاسخ دادم خوشبختانه حرکت ایشون و عدم پاسخ اثر منفی روی من نگذاشت، وگرنه به دروغگویی خمینی اعتراض نمی کردم و امروز در کنار شما نمی بودم. پیشونی منو پدرانه بوسید. ماجرای دوم میرزاده عشقی، شاعری میهندوست و شهروندی شجاع که در بیان حقیقت بیباک بود. پدیده جان لوئیس کاملا در مورد عشقی صدق میکرد. عشقی با قلمش با فساد اخلاق مبارزه میکرد. وثوق الدوله نخست وزیر رو که با گرفتن رشوه قرارداد 1919 رو امضا کرده بود و ایران رو در اختیار انگلیس قرار داده بود، هدف قلم تند و تواناش قرار داده بود. به ویژه به خاطر این نوشته وثوق الدوله، این در گیوم است. وثوق الدوله شما نیا کنید، ما در ایران اینجور آدم هارم داشتیم. نوشته که هر کس پول داد برای او کار باید کرد. وجدان، عقیده، مسلک مهم است. عشقی در چارچوب باور لوئیس، این در گیوم است، در مورد وثوق الدوله می نویسه وثوق الدوله علاوه از بستن قرارداد ایران و انگلیس یک گناه بزرگی را مرتکب شده و آن این است که الفبای فساد اخلاق را در جامعه تدریس کرد، به این معنی که مردم را دله کرد.
احزاب سیاسی رو کاسبی از راه تغییر عقیده آموخت. بالاخره ایمان و عقیده و وجدان رو از اذهان اغلب آزادی خواهان محو ساخت. این پایان گیوماس. البته عشقی از طرف شهبانی رضاشاه ترور شد، کشته شد. میرسیم به فاجعه‌ای به نام آخوند. یک شعر فکاهی تراژدی در رابطه با این فاجعه آخوندی توی شبکه‌های اجتماعی در گردش و بازتولیده. البته این شعر عدید من خارج از نزاکته، ولی تصویری از عقب افتاده ترین قشر جامعه یعنی آخونده به نمایش میذاره. قشری که با گسترش موهومات و خرافات مذهبی فرهنگمونو منحرف و مبتلا به بیماری تقدیر و سرنوشت و امداد غیبی کرده، با قصب حقوق مردم اونا رو تبدیل به امت کرده. امت کیه؟ کسانی که تسلیم شدن، گوسفندوار دنبال ملاهای کمدان در حرکت هم. دو سه قد از این شعر رو با هم مرور میکنیم. مملکت در دست مشتی خائن است. معذرت میخوام. مملکت در دست مشتی خائن غارتگر است. بس که این ملت خر است. مغزها له شد به زیر سم ملایان قوم. وای در عصر اتم. ببینید این نکته مثبت این شعر گفتم از اخلاق به دوره. نکته مثبتش اینه که یک طرفه قضاوت نمی کنه. آخونده رو خائن و غارتگر می کنه که مغزهای مردم و زیر سمهایشان له کردن و آماده ساختن برای سواری دادن. سپس مردمی که گول این شیادان رو می خورن و آنها اقتدا می کنن رو نکوهش می کنه. مردمی که با مغزهایی به زنجیر کشیده شده در دام عمامه و تسبیح افتادن، تسلیم شدن، سواری میدن. تصور میکنم هممون طی 30-40 سال گذشته در زمانهای متفاوت به عناوین مختلف دیدیم و شنیدیم که آخوندی این مسئله رو به زبون میاره و خطاب به مردم میگه ما سوارتان هستیم. من خودم بارها اینو شنیدم و دیدم و هر بار که میشنوم خونم به جوش میاد. سپاسگزارم. ممنونم از شما. و آخرین سوال اینه که شما تو مقالتون می‌نویسین که میهنمون در موقع بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار داره. زمان رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور است. بلافاصله اشاره میکنید به سن و اوضاع جسمی خامنه ای. پرسش پیش میاد که آیا از دید شما این رأی‌گیری ربط مستقیمی هم با انتخاب جانشین برای خامنه ای داره؟ به نظر درست زدین وسط هدف با این پرسش. درسته، ولی خوشبختانه بخش عظیم از هممیهنانمون در این رأی‌گیری مهندسی شده و کاندیدای ساختگی منتخب رژیم شرکت نمی کنند. ولی چنانچه هنوز کسانی هستن که خاطر جمع نیستن یا بی تفاوتن، باید از خودشون بپرسن آیا شرکت در رأی‌گیری 4 سال پیش زندگیشون رو بهبود داد؟ آیا وضع مالیشون بهتر شد؟ و از آرامش خاطر و زندگی انسانی برخوردار شدن؟ چنانچه پاسخشون مثبته، در رأی‌گیری شرکت کنید. ولی چنانچه میدونین که رژیم، این حکومت فاسده، سیاستش درست نیست، رفتار و برخورد سپاه و بسیج با مردم منصفانه نیست و روش قوه قضاییه بی‌طرفانه و عادلانه نیست، به جای رأی دادن باید شهروند مسئول باشید. با اتکا به شعورتون، نه خودتون، نه خانواده و نه دوستان و نزدیکانتون در رأی‌گیری شرکت نکنید. 40 سال سواری دادن کافیه. و اما سرنوشت سازن بودن این رأی‌گیری از این روز که
یکی از وظایف مهم جدید دولت زمینه سازی به هر قیمتی برای تعیین رهبر بعدی خواهد بود، یعنی همونی که شما بهش اشاره کردید. آیا آماده این که 30 سال دیگر در چنین وضعی زندگی کنیم؟ یعنی شرکت در این رای گیری تنها رای دادن به دولت جدید نیست، رای دادن به بقای حکومت فاسد و چپاولگر، رای دادن به بیکاری، تورم، گرانی و درماندگی است. رای دادن به سیاست غیر مردمی و غیر ایرانی است که ثروت‌های ملی رو صرف ساختن لبنان و عراق میکنه، نه ساختن خرابی‌های کشور و نه برای دوبارسازی فاجعه محیط زیست و کم‌آبی. خرج جنگ‌های حوثی‌ها در یمن و شرکت در کشتار مردم سوریه میکنه، نه صرف نیازهای مردم، کمبودهای جامعه و احتیاجات کشورمون. رای دادن این بار انتخاب ادامه این زندگی نکبتبار و تحت ستم و سواری دادنه. هممون با شعر معروف و زبانزد بی نظیر مرد خردمند هنر پیشه را اوم دو باید در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه کردن به کار آشنا هستیم. جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی رو 40 سال تجربه کردیم. رژیم پس از 40 سال زورگویی و پایمال کردن حقوق مردم و 40 سال فساد و دزدی و دروغ از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست. آیا پس از 40 سال تجربه چیزی نیاموختیم و زمانش فرا نرسیده که از تجربه‌مون بهره‌گیری کنیم و اون رو به کار ببریم، تکلیف خودمون رو یه سره کنیم؟ آیا زمان اون فرا نرسیده که خودمون تصمیم بگیریم، خودمون انتخاب کنیم؟ در حال حاضر با یک پرسش روبرو هستیم: انتخاب یا تصمیم، مردم سالاری یا خدا سالاری؟ تا به امروز چه در دوران سلطنت و چه طی 42 سال گذشته، حکومت هامون خدا سالار و خودکامه بودن. نتیجهش همینه که امروز شاهدش هستیم: خودکامگی و زور، ستمگری و خشونت، فساد، فقر و درماندگی، چپاول ثروت های ملی و دزدی و حیف و میل اندوخته های مردم. با شرکت در یه رأی‌گیری دیگه مانند گذشته نه کوچکترین تغییری ایجاد میشه و نه کمترین تأثیر خواهد داشت، به جز مشروعیت دادن به رژیم آخوندی. زمانش فرا رسیده که از این کاروان فرسوده سنتی و قافله عقب مانده و شکست خورده فاصله بگیریم، از قارقارک خدا سالاری پیاده شیم. زمانش فرا رسیده که با اتکا به شعور و خرد خودمون و با باور به ارزش و اهمیت انسان، ارزش ها و ارجحیت هامون رو دوباره نگری و ارزیابی کنیم. بالاخره زمانش فرا رسیده که برای کاهش شکاف طبقاتی، افزایش فرصت های برابر اقتصادی، ایجاد برنامه های رفاه اجتماعی، یک حکومت مردم سالار ایرانی به پا کنیم. ما در اندیشکده آگاهی و شناخت بر این باور هستیم که طی 4 دهه گذشته رژیم فقاهتی ماهیتش رو روشن و شفاف به نمایش گذاشته. هممون هم از باطن به باطن آخونده پی بردیم، یعنی میدونیم چگونه هستن. با شناخت واقعی رژیم و پی بردن به حقایق درونی آخونده، شکی و تردیدی نباید داشت که جمهوری اسلامی ندرسته، نه منصفه و نه عادل. اونایی که در چنین شرایطی هنوز در رأی‌گیری شرکت میکنن، اعتراضاشون به رژیم تنها حرف پوچ و شعاره و نمیتونن و نباید هیچ کس به جز خودشون رو مسئول بدونن
و نکوهش کنند. چنانچه پدیده وقتی چیزی را میبینید که درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست، اعتراض کنین و الگوی زندگیمون بکنین، مانند یه شهروند مسئول و پویا در مقابل رژیم فقاهتی ساکت نمی نشین، اعتراض میکنیم و برای نجات خودمون و میهنمون گام برمیداریم. رهایی خودمون و نجات میهنمون در گروه سیستم مردم سالاره، ولی مردم سالاری به خودی خود به وجود نمیاد، نیاز به شهروند مسئول و پویا داره. یعنی اون دولتی که ما میخواییم و خودمون به صورت شهروند مکمل همدیگه هستیم. مردم سالاری تنها در پرتو وجود و حضور شهروند شکوفا میشه و بقا داره. در ضمنی که مردم سالاری یا شرکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون تنها سیستم خردگرایی که قانونمندیش از مردم و مسئولیتش به مردم. وظیفه و مسئولیت شهروند ایرانی براندازی رژیم ضد ایرانی و فرقه‌ای آخوندی و برپایی مردم سالار ملی ایرانی. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. در حین صحبت شما من لینک نوشته شما رو روی سایت گویا گذاشتم و عکسی رو که یا اون نقاشی رو هم که توی کتابتونم من اینو دیده بودم قبلا که آقای بنایی برای شما کشیده و شما چقدر چند بار تشکر کردید، اون رو هم نشون دادم. از شما بسیار ممنونم و مایل هستم که رسما توی برنامه از شما دعوت کنم، حالا که دیگه کووید به اصطلاح خطرش کمتر شده و محدودیت مسافرت و اینها از بین رفته، حتما سفری داشته باشید تا ما افتخار میزبان بودن شما رو داشته باشیم. سپاس گزارم. منم برنامه اینه، امیدم اینه که در آینده نزدیک یک آخر هفته رو در کنار شما باشیم. یه آخر هفته که کمه بیشتر. خیلی ممنون آقای لادن که با ما بودید. به دوستان سلام منو برسونید. سپاس گزارم. برای شما خانواده و بینندگان و هممیهنانمون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. ممنونم از شما و به امید دیدار شما. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. اطلاعاتی که میتونید تماس بگیرید با وبسایت ایشون، با ایمیل، با واتساپ، حتی از ایران الان روی صفحه است. من به نوبه خودم ممنونم چون از ایشون خیلی یاد گرفتم و متشکرم. خیلی ممنون. خب دوستان، من یه نوشته ای رو که در رابطه با مرگ و اینها هست اجازه بدیم. بله، نمیخواستم روز جمعه اول برنامه و اینها به اصطلاح ناراحت بشین، فکر کنید به مرگ و میر و اینها، ولی یه چیزیه که لازمه. تو آمریکا میگن مالیات و مرگ، چیزی که همون ماجرایی که میگیم در شطوری که در خونه همه میخوابه، میگه از این دوتا شما نمیتونید فرار کنید. یک نوشته ای رو من به دست آوردم و فرستادم برای دوستان و پتیک گفت اگر امکان داره اینو تو برنامه هم بخون، همین که یه نفر اگه این درست باشه به اصطلاح این اشتباه رو نکنه، خب قدم بزرگیه. من برای شما میخونم، ولی اینو برای آقا شاهین میفرستم، اگه بتونه اینو به صورت ویدیو صفحه صفحه‌ای درست کنه که مثلا توی این زمان مثلا 5 دقیقه 3 دقیقه هر چی که طولش هست این بچرخه، یه حالت قشنگی داشته باشه، تو ما اینو به صورت ویدیو کلیپ بین برنامه‌ها پخش کنیم. آقا شاهین هم باید وقتی دوستی مثل آقای شیرازی میگه آقا کجا هستی و اینها، فوری لینکش رو از طریق پیام خصوصی، میدونم این میخواد رعایت کنه اینجا ننویسه که خدای نکرده تبلیغی نشده باشه برای خودش، آقا هیچ اشکالی نداره، برنامه سوربی گپی خودمانیه، ولی خیلی ممنون که رعایت میکنه، از طریق پیام یکی از اون لینکاتو یا صفحه یوتیوبت اون قسمتی که ویدیو هست بفرست. حالا من اینو نشون میدم دوستان، برنامه شاهین رو روی یوتیوب اگه هستید، شاهین رو هم میتونم بگم اولین کسی که درست نوشته همین آقا شاهینه، دو تا ای گذاشته شاهین، بعدم 2000 تا زدم نوشتم آمد،
اینجا بله اینم عکسش بهتون نشون بدم، کامرای 3 بله. خب این کل صفحه شو من به شما نشون بدم که ببینید وقتی اسم ایشون رو روی یوتیوب می‌نویسید چی میاد. بله ببینید این صفحه میاد. آقا شاهین تمام این کارا رو من با وید بلستر دارم انجام میدم. وید مثل ویدیو، بلسترم مثل منفجر کردن و اینا. withblaster.com میتونی برنامه‌هاشو بگیری نگاه کنی. الان شما اون ادیتینگ و اینا رو لازم نداری، ولی بعداً اگه تصمیم گرفتی مثل ما تنبل بشی برنامه زنده پخش کنی و اینا، این کار میکسر آدیو و ویدیو و کروماکی و استریمینگ و ریکوردینگ و همه اینا رو برات انجام میده. این از این دوستان. ما میایم رو همین اولی شاهین 2000 که هم هست به اصطلاح میزنیم. اینجا که اومدید ببینید اینجا نشته ویدیوز، روی ویدیوز که میزنید این تمام ویدیوهاش هست. من حالا لینکش هم برای دوستان روی فیسبوک میذارم و خیلی هم خوب اینجا بفرمایید گذاشتم براتون روی فیسبوک. این ویدیوهاشو میبینید، بعد میتونید به ترتیب تاریخ، به ترتیب پربیننده ترین و اینها نگاه کنید، تماشا کنید. من برام جالبه و جالبتر اینه که وقتی با ایشون تماس گرفتم معلوم شد که چندین وجه مشترک داریم. یکی ایشون آلمان زندگی میکنه، همتون میدونید که آلمان من به عنوان یکم پر رو بشم به عنوان خونه اول و وطن اول، چون جایی بود که من آزادی داد، جایی بود که من امکان داد که زندگی کنم، جایی بود که دخترم دنیا اومده اونجا. حالا پسرم شاکی نشه، مگه شیراز چش بود؟ و اونجا رو خیلی دوست دارم. هر وقتم یه تعطیلاتی چیزی بهم بخوره اولین کاری که میکنم یه چند روزی سر راه هر جایی آلمان وای میسم. و این یه وجه مشترک با شاهین. دومینش این که من با یکی از فامیلای آقا شاهین کار میکردم که اونم انسان بسیار شریفی هست. سومینش این که با خانواده اونها اصلا دوست و فامیل هستیم دیگه، مثل فامیل هستیم. و من از همه لحاظ خوشحال و خرسند هستم و ایشون هم خیلی آدم جوانمردیه، لطف کرده بود تو برنامهش راجع به منم صحبت کرده بود. من ممنونم. ما باید یاد بگیریم از دیگران تشکر کنیم، به این وسیله دیگران هم از ما تشکر میکنن و خیلی ممنون و متشکرم. مرگ ناگهانی، حالا شاهین میگه آقا بلا فاصله بعد از ما رفتی سراغ مرگ ناگهانی. خب چند دقیقه وقت آقای ارشاد رو میگیریم و میایم راجع به این مرگ ناگهانی صحبت میکنیم. این متن رو بعدن من برای شاهین میفرستم، اگه دوست داشت اینو تو چند تا چیز خوشگل درست کنه. مرگ ناگهانی بعد از بیدار و مرگ ناگهانی از بیدار شدن ناگهانی در شب. این مطلب توسط یک متخصص قلب به نگارش در آمده و دانستن آن بی نهایت مهم است. ای کاش اسم اون متخصص قلب رو می نوشتن. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که نیمه شب از خواب بیدار شده باشید و در خانه چرخی زده باشید، دستشویی و حمام رفته باشید. حمام که کسی تو خواب نمیره، دستشویی. این عادت بسیاری از ما هست. نکته مهم رعایت قانون 3 دقیقه و نیم در شب است. وقتی شما به خواب عمیق فرو می روید و ناگهان نیمه های شب هوشیار می شوید و از خواب بیدار می شوید، بدن تا پیش از این یعنی قبل از بیدار شدن در حالت ثبات بوده. بیدار شدن و راه افتادن در چنین حالتی برای بدن از سم هم خطرناکتر است، چون باعث ایجاد لخته خون و تغییرات ناگهانی در جریان خون می شود که همین عامل سکته و مرگ در خواب می شود. دور باشه ازتون، دور از جونتون. رعایت این قانون آمار مرگ و میر ناگهانی را به شدت کاهش می دهد. شاید زیاد شنیده باشید که مثلا مردم، دوستان اطرافیان ما میگویند مقاله ها را طولانی میکنند. مردم، دوستان و اطرافیان، حتی یه دوست پیر من، حتی یک فامیل جوان من، آقا فلان شخص کاملا سالم بود ولی یک دفعه فوت کرد، فلان بچه یک دفعه سکته کرد و دیشب فوت شده توی خواب. برای کسانی که عادت دارند در شب از خواب بیدار میشوند و در خانه راه میروند، بدانید
در شب برای پا شدن و از رخت خواب بیرون آمدن عجله نداشته باشید. اجازه بدهید خون در مغز شما به چرخش بیفتد. حتما 5 قانون 3 دقیقه و نیم را انجام بدهید. این قانون ها یا این قوانین عبارت هستند از 1. هنگامی که از خواب بیدار می شوید 2 دقیقه و نیم در رخت خواب باقی بمانید با حالت خوابیده. 2. نیم دقیقه بعدی در رخت خواب بنشینید. 3. در نیم دقیقه آخر لب تخت با پای آویزان بنشینید و بهتر است آرام پاها را تکان بدهید. در این 3.5 دقیقه کم کم خون در مغز شما جریان پیدا می کند و اصطلاحاً الگوی ECG مغز به روال عادی برمی گردد. خون در مغز جریان پیدا می کند، خون لخته نمی شود، به قلب فشار ناگهانی برای پمپاژ خون وارد نمی شود، نارسایی در قلب رخ نمی دهد، خون ناخوشایند وارد مغز می شود و موتور خون ناخوشایند وارد مغز می شود و موتور مغز آرام آرام روشن می شود و احتمال سقوط، سکته و مرگ ناگهانی به شدت کاهش می یابد. این مطلب را با خانواده، دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. مهم نیست فرد پیر یا جوان و کودک باشد، سکته و مرگ ناگهانی به خصوص در شب به شدت در جامعه زیاد شده و همه تصور می کنند از استرس موجود در جامعه است. اما فرم بیداری و برخاستن از خواب هم به شدت در سلامتی بدن مؤثر است و صد البته استرس هم بی تأثیر نیست. من این نوشته رو روی فیسبوک هم میذارم و نه این نشد که بشه اینجا نیست، اب نداره دیگه بعدن. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. البته حالا یه شوخی هم که نه واقعا جدیه، من برای این دوستی که اینو فرستاده بود نوشتم قربونت برم، ماهایی که بالای 50-60 سال سنمون هست اگر 3.5 دقیقه بشینیم، دقیقه بگیریم که 2 دقیقه اینجوری نشستیم، نیم دقیقه پامونو تکون بدیم، همونجا جیش میکنیم، رخت خواب خیس میشه و خیلی کار میده دستمون. در هر صورت من فکر میکنم اینو ممکنه آخوندا نوشتن که بگن آقا این استرس و اینا از فشار جامعه نیست که ما بر مردم تحمیل کردیم در این 42 سال گذشته، بلکه طرف گفته من به اصطلاح چیز هستم، دکتر قلب هستم. 10 دقیقه از وقت آقای حسن ارشاد رو گرفتیم، ممنون، هیچ عیبی نداره، ایشون بارها به اصطلاح لطف کردن و ما گفتیم چند دقیقه احتیاج داریم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و ممنونم از یکایک شما که با ما بودید. اگه لطف کنید این برنامه رو برای دیگران ارسال کنید و اگر از یوتیوب تماشا میکنید حتما سابسکرایب، دیگه همه میگن سابسکرایب، سابسکرایب کنید، اون بل یا زنگوله رو کلیک کنید و همه کارهایی که بلدید، مهمتر از همشون دوستان حمایت کنید. تمام اسم شما رو این پایین بنویسیم، شهین، معین، رستم، پستم، نمیدونم فرهاد، فرزاد، فرهاد، فریبا، فلان، و بعضیا مثل اون بیننده نادانمون دلشون خوش باشه به این دروغایی که تلویزیونا از کجا پول در میارن ولی 5 دلار 10 دلار این و اون رو مینویسن. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی که با تلویزیون مردم بودید، ممنونم که با برنامه سوربی با مردم 2 ساعت از وقت نازنین خودتون رو تلف کردید، ولی بهتون اینو میگم هیچ کار دیگه‌ای نداشتید. اگر یه کاری داشتید که انقدر مهم بود میرفتید اون کار رو انجام میدادید، بعدن شب میمدید برنامه نگاه میکردید. پس اینایی که میگن ما نشستیم برنامه تلویزیون نگاه کنیم یه چیزی یاد بگیریم، دروغ محضه. شما اگه میخوای چیزی یاد بگیری برو ثبت نام کن، برو مدرسه، برو کلاس‌های مختلف، برو دانشگاه. تلویزیون برای وقت تلف کردنه. مرسی، به امید دیدا و چی بگم دیگه، بس.